کوتاه و درشت بود سر و گردنی قوی و استخوانبندی نیرومندی داشت صورت پهن او به رنگ سرخ آجوری بود که در سالهای آخر عمرش مخصوصا در دورانی که تنها و دور از همه به سر می برد رنگ آن به پریدگی مایل به زردی مبدل شد پیشانیش محکم و برجسته بود موهای بسیار سیاه و فوقلاد زبر در اطراف صورتش وز کرده بود که به نظر می رسید هرگز شانه نخورده است و مارهایی را به خاطر می آورد که بر سر مدوسا رویده بودند مدوسا در اساطیر یونان خدای زیبایی بود که موهای قشنگی داشت اما بر اثر خشم مینرو موهای سرش به مارهای وحشتناک تبدیل شدند نیروی فوقلاده که در چشمانش شعله میزد هر کس را که میدید مجذوب میساخت ولی اغلب رنگ آنها را اشتباه میکردند از آنجا که پرتوی وحشی بود که در صورتی سبزه و مقموم میدرخشید معمولا رنگ چشمها را سیاه تصور میکردند در حالی که چنین نبود و چشمانش حالت آبی خاکستری رنگ داشت این چشمان ریز و گود افتاده به ناگاه با برقی از مهر یا خشم می درخشیدند. در کاسه خود به حرکت در می آمدند. با صفا و محبت بسیار افکار خود را منعکس می و اغلب با حالتی حزنالود به سوی آسمان می بینی او کوتاه و پهن بود و به پوزه و دماغ شیر شباهت داشت. دهانش ظریف بود ولی لب پایینیش میخواست بر روی لب بالایی برود فکین مهیب و محکم او میتوانست فندقی را به آسانی نرم کند چاله عمیقی در سمت راست چانهش بود که تقارن صورتش را به شکل عجیبی به هم میزد موشلس از دوستانش میگوید تبسمی قشنگ داشت به هنگام صحبت لحن او اغلب گرم و تشویق‌آمیز بود اما خندهش نامت بود شدید و کوتاه بود و به صورتش قیافه عجیب و خاص میداد خنده مردی بود که به شادی اونس نداشت حالت معمولیش خزنالود بود اندوهی بی پایان و بی درمان داشت یکی از دوستانش در سال 1825 میگوید که وقتی چشمان او و اندوه تأثر انگیز آنها را دیده است تمام نیرویش را جمع کرده تا از گریستن خود جلوگیری کند یک سال بعد دوستی او را در یک کافه دید که در گوشه نشسته بود و پیپ بلندی را دود می کرد. چشمانش بسته بود هرچه به مرگ نزدیک تر می شد این حالات او فزونی می آفت. یکی از دوستان حرفی به او گفت ولی او با لبخندی حزنامیز کتابچهی از جیبش بیرون کشید و با لحنی نافذ که معمولا تمام کرها دارند به دوستش گفت آنچه میخواهد بگوید در آن کتاب بنویسد در موقع حملات ناگهانی الهامات موسیقی که به ناگاه او را فرا می گرفت حالت صورتش تغییر میکرد حتی در حال عبور از کوچه و خیابان نافهمیده به آبران تنه میزد همچنین وقتی که پیانو می نواخت و کسی سرزده فرا می رسید حالات صورتش تغییر می آفد صورتش برجسته میشد شد رکهایش باد می کرد لبهایش می لرزید و حالت جادوگری را داشت که در چنگال ارواح و شیاطینی که خود احزارشان کرده است اسیر شده باشد چهرش چونان شاه لیر جنون زده بود لطفیک مان در 16 دسامبر 1770 در بن نزدیک کلن در یک اتاق محقر زیر شیروانی در خانه فقیرانه متولد شد پدر بزرگ که مهمترین شخص خانواده آنها بود لودویگ نام داشت و بتهوون هم به او خیلی شبیه بود این پدر بزرگ در شهر مالن در فلاندر قسمتی از سرزمین هلند و بلژیک کنونی متولد شده بود در بیست سالگی به شهر بون در شمال آلمان آمد و رئیس کلیسای شاهزاده حاکم شد. برای درک حالات شدید بتوون و خصوصیات اخلاق او که به خصوصیات اخلاق آلمانی شبیه نیست نباید اثر وراست این پدر بزرگ او را فراموش کنیم که از اهالی فلاندر بود و نه آلمان. پدرش آواز خانی باهوش و میخاره بود. و مادرش که خدمتکاری می کرد دختر آشپزی بود و پیش از پدر به با یک مستخدم منزل ازدواج کرده بود دوران کودکی او شدید و سخت گذشت از نوازش ها و مهر خانوادگی که موتسارت در کودکی خیش بهرمند شده بود به کلی ماند زندگی از همان آغاز خود را به صورت نبردی قمالود و خشونت آمیز به او نشان داد پدرش میخواست که از استعداد موسیقی او استفاده مادی ببرد و او را به عنوان کودکی خوش استعداد و زود رس به نمایش بگذارد. در چهار سالگی او را مجبور می کرد که ساعتها در مقابل پیانو بنشیند و کار کند یا اینکه او را با ویولونی در اتاقی محبوس میساخت و تا پای جان به کارش وامی داشت. بر این رفتار خشونت چیزی نمانده بود که یک بار از هنر و موسیقی بیزار شود و برای همیشه آن را رها کند به این ترتیب بتهوون موسیقی را با شدت و ناراحتی بسیار آموخت جوانی او با اضطرابات مادی و غم دائمی تهیه نان روزانه و کوشش های کشنده که هنوز برای او خیلی زود و زیاد بود میگذشت در یازده سالگی عضو هیئت ارکستر تاتری شد در سیزده سالگی در کلیسا اورک می نواخت در سال 1787 که هفته 17 ساله بود مادرش را که بسیار دوست می داشت و ستایش می کرد از دست داد در یکی از نامه هایش می نویسد آه او چقدر برایم خوب بود مایه عشقم و بهترین دوستم بود آه در آن وقت که می توانستم نام عزیز مادرم را صدا کنم و او هم می توانست صدای مرا بشنود خوشبختی هیچ کس به پای من نمی رسید مادر بتوون به بیماری سل مرد خود بتوون هم خیال می کرد مسلول شده است و از این خیال همیشه رنج می برد علاوه بر خیال رنجاور این بیماری اندوهی عمیق و کشنده هم بر او چیره شده بود و هر دو غم با بیرحمی بسیار او را می آزردند بعدها در سال 1816 نوشت چقدر بیچاره است کسی که راه مردن را نمی داند. وقتی که هنوز بیش از پانزده سال نداشتم این راه را می دانستم. با مرگ مادرش به تو ناچار در هفده سالگی سرپرست خانواده خود شد و مجبور بود که تربیت دو برادرش را هم عهدهدار شود پدر میخاره از انجام وظایف خود میگریخت و از راه بردن خانه عاجز بود به باید این عیب پدرش را هم جبران میکرد و از این جهت همیشه خجالت زده و شرمگین بود وضع پدرش طوری بود که حتی مقرری او را برای اینکه یک بار خرج میگساری خود نکند به پسرش میپرداختند همه این غمها در دل بتون آثار عمیق به جا گذاشت من با یکی از خانواده های بون به نام برونینگ آشنا شد و آنها برایش دوستانی مهربان شدند دختر نجیب آنها ال دو برونینگ که او را لرشن صدا می کردند، دو سال از او کوچکتر بود به به او موسیقی می و در ضمن با شعر و ادبیات هم آشنایش می ساخت ال چندی بعد با دکتر فرانس گرهارد وگلر که یکی از بهترین دوستان به بود ازدواج کرد نامه های سمیمانی وگلر و ال که برای نوشته نوشتند و او را دوست وفادار قدیمی دهند و نیز نامه های بتوون که به وگلر خوب و عزیز خود نوشته است این دوستی سمیمانه را نشان میدهند. این دوستی بیالایش و سمیمانه همیشه برای هر سه نفر آنها شدید تر می شد و گذشت سالها نمی توانست جوانی قلب آنها را سرد کند. متن کامل بعضی از این نامه ها را در انتهای این کتاب برایتان خواهم خواند. هرچند سراسر دوران کودکی و جوانی بتوون دشوار و غمالود بود ولی همواره خاطره لطیف و محزونی از این دوران ها و از سرزمین هایی که روزگار جوانیش در آنها گذشته بود در دل خود نگه می داشت. وقتی که مجبور شد بون را ترک گوید و تقریبا برای تمام عمر خود به وین برود در قوقای این شهر بزرگ و حوالی محزونش هرگز خاطرات دره رای راین و رود بزرگ و با عظمتی را که خودش آن را پدر ما راین مینامید از یاد نمیبرد راستی که رود عظیم راین سرزنده و جاندار با حرکتی انسانی همچون روحی شگرف که اندیشه ها و نیروهای بیشمار در آن موج میزند جریان دارد و میگذرد و در هیچ جا هم به زیبایی به قدرت و به شیرینی حوالی مطبوع بن نیست که در آنجا نشیب های پر از سایه و گل را با شدتی نوازش آمیز در خود میشوید در آنجا به توه نخستین بیست سال عمرش را گذران در آن چمانزارهای مخمور و با سپیدارهای مهالودشان با بیشه ها و بیدهایشان با درختهای میوهشان که ریشه های خود را از جریان خاموش و تند گذر راین آب میدهند در آنجا که دهکده ها کلیسه ها و حتی گورستان ها با نرمی و کنجکاوی بر روی ساحل رود بزرگ خم شدند در آنجا که هفت کوه با رنگ های آبی تیره تصویر طوفانی خود را در افق رسم کردند و بر روی آنها سایه های قریب کاخ های فرو ریخته و قدیمی جلوه می در در آنجاست که رویاه دل پاک به شکل گرفته و به این سرزمین است که دل و جان او همیشه وفادار باقی ماند و تا آخرین دم همیشه آرزو داشت که به دام باز گردد و هرگز نتوانست در نامه ای ووگلر در سال 1801 می نویسد وطنم سرزمین زیبایی که در آنجا به دنیا آمدم و نور زندگی را در آن دیدم همیشه به همان زیبایی و به همان روشنایی که آن را ترک گفتم در برابر دیدگانم است آتش انقلاب بزرگ که در فرانسه روشن شده بود و زبانه میکشید کشید سراسر اروپا را فرا می گرفت و از این میان دل بتهون را هم تسخیر کرده بود. دانشگاه بون یکی از کانونهای افکار تازه و انقلابی بود. بتوون در تاریخ چهارده ماه مه سال 1789 یعنی همان سال انقلاب نام خود را به عنوان دانشجو در رشته ادبیات آلمانی در این دانشگاه ثبت کرد. استاد این درس پروفسور شنایدر بود که بعدها دادستان عمومی شد. وقتی که خبر تصرف باستیل به بون رسید، شنایدر در پشت کرسی تدریس خود قطعه شعری آتشین خواند. شعر مزبور چنین شروع می شد. زنجیرهای استبداد در هم شکسته است. ای مردم خوشبخت اکنون فرانسوی مردی آزاد است. دور خرافات در هم شکستن قدرت ابلهان و جنگیدن برای حقوق انسانیت ها اینها کار نوکران شاهان نیست برای اینها ارواحی لازم است که مرگ را بیش از تملق و فقر را بیش از غلامی دوست بدارند و بدان که در صف چنین آزاد مردانی روح من از دیگران باز نخواهد ماند سال بعد شنایدر مجموعی از اشعار انقلابی را چاپ و منتشر ساخت. در میان کسانی که آن را پیش خرید کرده بودند، نام بتهون موزیسین دربار و خانواده برونینگ دیده می شود. در نوامبر 1792، بتهوون بون را ترک گفت و این درست موقعی بود که جنگ در آن راه می‌افت. بیتهوون به وین می‌رفت که پایتخت موسیقی آلمان بود. پیش از این در بهار سال 1787 به توفن سفر کوتاهی به وین رفته بود و در همین سفر بود که برای نخستین بار با موتسارت ملاقات کرد و ظاهرا موتسارت در این موقع چندان توجهی به او نکرده بود. در راه سپاه ایالت آلمانی حس را دید که به جنگ سربازان انقلاب فرانسه می رفتن. بدون شک در این موقع احساسات وطن پرستانش او را فرا گرفت که تا چندی هم در او باقی ماند و بر اثر نفوذ آن در سالهای 1796 و 1797 بر روی اشعار حماسی فریدبرگ آهنگ هایی ساخت. همچنین قطعی به نام سرود حرکت و یک آواز دست جمعی وطن پرستانه به نام ما یک ملت بزرگ آلمانی هستیم با همین احساسات به وجود آمده بود. اما به بیهوده میکوشید که برای دشمنان انقلاب هرچند که هموطنانش باشند سرود بسازد. زیرا انقلاب فرانسه روح آزادی خواهان تمام جهان و روح بتهون را تسخیر کرده بود. به همین جهت از سال 1798 با آنکه روابط دولت‌های اتریش و فرانسه تیره بود، بتهون بیپروا با فرانسویان با سفارت فرانسه انقلابی و با ژنرال برنادت که به تازگی به وین رسیده بود ارتباط گرفت و رفت و آمد می یکی از همراهان برنادت ویولونیست مشهور رودولف کرویتزر بود که به چندی بعد سونات مشهور خود را به نام او ساخت و به او هدیه کرد. در این تماس ها احساسات جمهوری خواهانه و انقلابی بتاون تقویت میشد، به طوری که اثر نافذ توسعه این تمایلات در سراسر دوران بقیه عمرش کاملا نمایان است. یک تابلو که شتاین هوزر در همین زمان از بتاون کشیده است به خوبی تصویر واقعی او را نشان می دهد. همانقدر که تابلو بوناپارت کار گران که در آن ناپل اون را با تکبر و جاه طلبی خاصی نمایش می دهد با سایر تابلوهایی که از او تهیه شده تفاوت دارد این تابلوی بتوان هم با تابلوهای دیگری که از او ساختند متفاوت است در این تابلو بتوان جوان از سن حقیقیش به نظر می رسد اندامی ظریف و کشیده دارد که با کراوات درازش کشیده تر جلوه می کند نگاهش مزنون و عمیق است به نیروی خود اعتماد دارد و به خوبی پیداست که چه میخواهد در سال 1796 به توون در یکی از دفترچه های نوشته است شهامت با تمام ناسازگاری های جسمی نبوغم پیروز خواهد شد 25 سالگی فرا رسیده است آری 25 سال دارم باید در همین امسال شخصیت حقیقی هم جلوه کند. آغاز کار به در وین دشوار بود. در سیام مارس 1795 اولین کنسرت خود را در وین برپا کرد و در آن به عنوان پیانیست شرکت داشت. مادام دو برنارد درباره به توون میگوید که خیلی مقرور است روشی خشک و تلخ دارد در صحبتش لحجه ولایتی کاملا نمایان است اما تنها دوستان سمیمیش که او را به خوبی می شناختند می که او در زیر این ظاهر مقرور چه نیکی و چه صفایی پنهان دارد در نامه هایی که به وگلر می نوشت و موفقیت خود را شرح می داد، یکی از نخستین افکاری که به نظرش می رسد این است که می نویسد مثلا می بینم که یکی از دوستانم احتیاجی دارد اگر جیبم اجازه نمی دهد که به کمکش بشتابم فوراً پشت میز کارم می نشینم و در مدتی کوتاه وسیله رفع احتیاج او فراهم می شود می بینی که این کار چقدر خوب و رضایت بخش است کمی بعد در همین نامه باز می هنر من باید برای خوشبختی بیچارگان اختصاص یابد در نامه دیگری به رایس در سال 1801 می نویسد تا وقتی که من چیزی دارم هیچ کدام از دوستانم نباید چیزی کم داشته باشند. قماندوهی که از این زمان به سراغ او آمد و در جانش راه یافت چنان الفتی با او گرفت که دیگر حتی یک دم از دل تنگش بیرون نرفت در فاصله سالهای 1796 تا 1800 ناشنوایی دست برد خود را آغاز کرد در وسیعت نامه ای که به به سال 1802 نوشته میگوید که از 6 سال پیش که 1796 باشد درد گوش او شروع شده است بسیار جالب توجه است که ملاحظه کنیم از آثار فراوان به تنها اولین اثرش که سه قطعه تریو می باشد پیش از سال 1796 تنظیم شده دومین اثرش هم که شامل سه قطعه سونات برای پیانوس در مارس 1796 منتشر شد. به این ترتیب می توان گفت که تقریبا تمام آثار بتون از دوران ناشنوایی اوست. ناشنوایی بتون روز به روز بیشتر میشد بدون اینکه هرگز کاملا کر شود. مثلا صداهای کوتاه و پرتنین را بیشتر از صداهای بلند میشنید. به طوری که میگویند در سالهای آخر عمرش چوب نازک و درازی داشت که به هنگام ساختن آهنگ ها یک سر آنها بر روی صندوق پیانو میگذاشت و سر دیگر آن را میان دندانهایش میگرفت و پیانو مینواخت و از این چوب برای بهتر شنیدن صداها استفاده میبرد در موزه بتوون در شهر بون از بابهای های صدا شناسی که در حدود سال 1814 توسط مکانیسیان مایلزل برای بتوون ساخته شده هنوز باقی است. درباره ناشنوایی به توون کتاب ها و مقالات متعدد نوشته شده از آن جمله دکتر ژاکوبسون در سال 1910 مقاله ای منتشر ساخت که در آن میخواد بگوید که گوش درد به از یک بیماری سفیلیس موروسی ریشه می گیرد. من این موضوع را مطالعه و دنبال کردم و در کتاب دیگری که به نام دوره های عمده خلاقیت بتون در سال 1928 نوشتم نشان دادم که تمرکز فوقلاده ی حواس و خستگی زیاد مغزی سبب درد گوش داخلی و خرابی دستگاه شنوایی او شده است گوش های شب و روز صدا کرد به علاوه دردهای شدید معده هم او را ناراحت می داشت تا چندین سال درد خود را به هیچ کس حتی به نزدیکترین دوستانش نمی گفت. از همه مردم می گریخت تا کسی از بیماری او آگاه نشود این راز وحشتناک را تنها در سینه دردمند خود مخفی می داشت اما در سال 1801 دیگر نتوانست خاموش بماند و آن را برای دو نفر از دوستانش دکتر وگلر و آمندای کشیش نوشت به آمندا می نویسد آمندای مهربانم خوبم عزیزم چقدر بارها آرزو کردم که پیش من بودی به توان تو فوقلاد بدبخت است بدان که گرامی ترین قسمت وجودم شنواییم بسیار خراب شده است حتی موقعی که ما با هم بودیم آثار این بیماری را احساس می کردم و آن را مخفی می داشتم اما از آن به بعد این وضع همیشه بدتر شده آیا شفا خواهم یافت؟ طبعا امیدوارم اما خیلی کم چون این بیماری درمان ناپذیر هستند چقدر زندگی من تلخ خواهد بود؟ زیرا مجبورم از تمام کسانی که دوستشان می‌دارم و هرچه برایم عزیزه است دوری کنم. آن هم در میان مردمی به این بدبختی و با این خودخواهی باید صبر کنم تسلیم باشم ولی آخر چگونه برایم مقدور است و به وگلر می نویسد روزگار تلخی را می گذرانم. دو سال است که از شرکت در تمام مجامع پرهیز می کنم برایم مقدور نیست که با مردم حرف بزنم زیرا کر هستم اگر شغل و کار دیگری می داشتم چندان اهمیتی نمی داشت اما برای من بسیار وحشتناک است دشمنانم که ادشان هم کم نیست در این باره چه ها که نمیگویند. در کنسرت ها برای اینکه صدای سازها را بشنوم باید خیلی نزدیک به ارکستر بنشینم اگر کمی دورتر باشم جز اصوات بلند صداها و سازهای موسیقی چیزی نمیشنوم موقعی که آهسته و ملایم صحبت میکنند به زحمت چیزی می شنوم. بارها وجودم را لعنت کردم. پلوتارک توصیه می کند که تسلیم و تفویز را پیش سازم. من هم می خواهم که اگر ممکن شود به تقدیر خود تسلیم باشم اما لحظاتی در عمرم هست که احساس می کنم بدبخت ترین مخلوقات خدا هستم. تفویز چه پناهگاه مهیبی. و با این همه همین تنها راهی است که به رویم باز مانده است. این اندوه شدید و عمیق به در چند قطعه از آثار این زمانش نمایان است. از جمله در سنت پاتتیک اوپوس سیزده به سال 1799 پاتتیک به معنای ناامید است چیزی که به نظر عجیب می آید این است که این اندوه در تمام آثار این زمانش وجود ندارد مثلا اثر شفاف و روشن او سمفونی شماره یک در دو ماجور که در سال 1800 ساخته شده روح نشاط و بیغم جوانانه ای را منعکس می سازد. بدون شک این امر از آن جهت است که مهلتی باید تا روح آدمی با غم و اندوه معنوس شود. روح بتوون چنان به نشات و شادمانی محتاج بود که اگر آن را به دست نمی آورد برای خود می آفرید. وقتی که روزگار تیر و ترخ فرا می رسد شادمانی های گذشته جلوه بیشتری دارند. زیرا روزهای خوشبختی گذشته یک بار نابود نمیشوند و هرچند خودشان دیگر وجود ندارند انعکاسشان تا مدتهای دراز باقی می ماند به در وین تنها و تیر روز مانده بود به دامان خاطرهای گذشته سرزمین مادریش می وریخت. یاد آن روزهای جوانی در دل و جانش ریخته بود تم اصلی یکی از آهنگهایش در این روزها یکی از ترانه های محلی ناهی رنانیست است که سرزمین مادری به است. سمفونی شماره یک در دو ماژور نیز یکی از خاطرهای ناهی راین و یک تغزل زیبای جوانان است که بر روی آرزوها و رویاها لبخند می‌زند. آهنگی پر از نشاط و انبساط است که در آن میل و امید شدید به شادمانی ها به خوبی احساس می شود. اما در بعضی از قسمت آن در مقدمه یا در سایه روشن بعضی صداهای بم یا در قسمت های وهمانگیز آن حالت شگفتانگیزی نمایان است همچون نگاه کودکی است که در چشمانش نبوغ آینده می درخشند. اثر این حالات مثل اثری است که در چشمان بامبینو در تابلوی معروف خانواده های مقدس اثر بوتیچلی اوزارده شده است و چون این می که در چشمان کودک نوزاد آینده تلخ و در دالودش را می توان خواند. بر این بیماری های جسمی و رنج های روحی بتون ناراحتی های دیگری هم علاوه می شد. وگلر می گوید هرگز بتوون را خالی از عشقی شدید و آتشی ندیده است. و این عشقا هم چونان که پیداست همیشه در کمال افاف و پاکی بودند. در زمان ما این دو مفهوم را به هم آمیختند و اغلب یکی را به جای دیگری به کار میبرند و این از آن جهت است که بیشتر مردم معنای واقعی عشق را نمیدانند و نمیدانند که عشق بازی چیزی دیگر و نفس پرستی چیز دیگری است در روح بتوون پاکی و افافی فوقالعاده وجود داشت به طوری که حتی از یک کلمه ناروا یا یک فکر دور از نزاکت به وحشت میافتاد عشق را به صورت تجاوز ناپذیری مقدس می داشت و حتی می گویند که ساختن اپرای دونجوان را برای موتسارت گناهی نابخشودنی می شمرد. و عقیده داشت که او با این کار نبوغ هنری و عظمت موسیقی خیش را آلوده ساخته است. یکی از دوستان مشهور او شیندلر که از نزدیکترین و صمیمیترین دوستان بتوون بود، اطمینان میدهد که او سراسر عمرش را با پاکی گذراند و هرگز ضعف نفسی نداشت که به خاطر آن وجدانش در خور ملامت باشد او برای این خلق شده بود که قربانی و پایمال عشق باشد و چنین هم بود همیشه عشقی شدید و شورانگیز در سر داشت همیشه رویای شیرین و دلانگیز خوشبختی در برابرش بود و همیشه هم ناکام و نامراد با دردهای تلخ و شکنجه های سخت که در کمینش بودند روبرو شد. در واقع سرچشمه الهام بسیاری از شاهکارهای بتوون و جریان پرفراز و نشیب روح او را باید در همین تسلسل دورانهای عشقها و امیدها که جای خود را به ناکامیها میسپردند جستجو کرد و همین حالت است که تا روزگار دراز و تا زمانی که هیجانهای طبیعت بتخوون در تسلیم به تقدیر دردناکش آرام میگیرند و فرو مینشینند. دوام داشت. در سال 1801 مایه عشق او ظاهرا جولیتا گیچیاردی بود که بتخوون با هدیه کردن سنات شماره چهارده سنات محتاب خود به او نامش را جافتان ساخت. در نامه ای به تاریخ 16 همه نوامبر 1801 برای دوستش وگلر می نویسد زندگیم شیرین تر شده است و حالا بیشتر با مردم آمیزش دارم. این تغییر از برکت وجود دختر نازنی نیست که مرا دوست دارد و من هم او را دوست دارم. در این دو سال اخیر اکنون اینها نخستین لحظات خوشبختی من هستند. این لحظات معدود و محدود خوشبختی برای بتوون خیلی گران تمام شد. نخستین درد این بود که بتوون بر اثر این عشق بدبختی بیماری خود را بیشتر احساس می کرد. همچنین به وضع متزلزل زندگی مادی خود که ازدواجش را با محبوبش غیرممکن ممکن می ساخت بیشتر متوجه می شد. از همه اینها گذشته جولیتا رفتاری کودکانه داشت شوخ و سبکسر و, و خودخواه بود و اینها بتوون را بسیار رنج میداد. بالاخره هم جولیتا در نوامبر 1803 با کونت گالینبرگ ازدواج کرد. جولیتا پس از ازدواج هم کوشش داشت که از عشق سابقش با بتوون به نفع شوهرش استفاده کند بتونفند هم مزایقی نداشت. در یکی از دفاتر یاد داشتش که معمولا برای صحبت کردن به کار می برد. دیده می شود که در سال 1821 به دوستش شیندلر در این باره چنین می نویسد. او دشمن بود و درست به همین دلیل می بایست که من هر کمکی که می توانستم برایش انجام می دادم. با وجود اینکه روز به روز نفرتش از او بیشتر میشد به طوری که در یادداشتی به زبان فرانسه نوشته است وقتی که جولیتا به وین بازگشت گریه کنان به سراغ من آمد ولی من از او بیزار بودم چون این عشقا و چون این احساساتی دل و جان آدمی را آزار می مخصوصاً مخصوصا که دلی بر اثر بیماری های جسمی ضعیفتر و حساستر هم شده باشد. آن وقت است که خطر از پا آمدن و در هم شکستن روحی خیلی زیاد می شود. ظاهرا در سراسر حیات بتوون تنها همین وقت است که نزدیک بود در برابر این همه مسائب تاب نیاورد و از پا درآید آید. در این زمان یک بحران شدید روحی را که گریبانش را گرفته بود می گذارند. یکی از نامه های او که به نام وسیعت نامه برای برادرانش کارل و یوهان نوشته است این بحران را به خوبی نشان میدهد. این وسیعت نامه که بر روی آن قید شده بعد از مرگم بخوانند و اجرا کنند در واقع فریادی از حیجانهای شورانگیز و دردهای جگر شکاف است که به گوش ما می رسد و محال است که دل شنونده را به رحم نیاورد در این موقع به مسمم شده بود که به عمر خود خاتمه دهد تنها عواطف اخلاقی فوقلاده و سستی ناپذیرش مانع او شد. در همین وسیعت نامه که متن آن را در آخر همین کتاب خواهم خواند می نویسد. فرزندانتان را به تقوا توصیه کنید زیرا تنها مایه خوشبختی تقواست نه پول من این حرف را بر اثر تجربه های خود میگویم تقواست که مرا در بدبختی حفظ کرد و اگر من با خودکشی به حیات خود خاتمه ندادم بقیه ای عمر خود را به تقوا و به هنر موسیقی خیش مدیونم در نامه دیگری به تاریخ دوم ماه مه 1810 به وگنر می نویسد در جایی خوانده بودم که انسان تا وقتی که می تواند زنده بماند و کارهای نیک و خیر انجام دهد نباید به اراده خود زندگی را رها کند اگر من این مطلب را که در روحم اثری عمیق گذاشت نخوانده بودم شاید مدت ها پیش خود را نابود می ساختم. به تدریج آخرین امیدهای او برای بهبودش برباد رفت به طوری که در نامه ای می نویسد دیگر حتی شهامت خود را هم از دست دادم خداوند آخر یک بار یک روز فقط یک روز هم که شده شادمانی را به من نشان بده روزگار درازی است که صدای عمیق شادمانی واقعی با من بیگانه اون آشناست چه وقت خدایا آخر چه وقت می توانم بار دیگر این صدا را بشنوم هرگز نه این بسیار ظالمانه است این فریادی محتزرانه است که از گلوی بتخون می آید و با این همه هنوز هم بیست و پنج سال دیگر عمر برایش باقی بود طبیعت نیرومندش در مقابل این آلام از پا میافتاد افتاد. در نامهای به دوستش وگلر می نویسد قوای بدنی و فکریم بیش از همه رشد کرده. احساس می کنم که جوانیم از نو شروع می شود. هر روز به سوی آینده ای مبهم که نمی توانم آن را توصیف کنم نزدیک می شود. آه اگر می توانستم خود را از چنگال این بیماری برهانم دنیا را در آغوش می کشیدم. اکنون جز خواب هیچ استراحتی ندارم و بسیار بدبختم از اینکه حالا باید بیشتر بخوابم. ای کاش دردم لاغل نصف می و آن وقت نه حتی آن را هم نمی توان تحمل کرد. می خواهم گریبان تقدیر را بگیرم. یقین دارم که او نخواهد توانست یک بار بر من چیره شود. و که چقدر خوب است اگر انسان زندگی را هزار بار از سر بگیرد. این عشق، این رنج، این اراده و این تعلمات جنگوداز درونی همه در شاهکارهایی که بتون در سال 1802 به وجود آورد دیده می شود. سونات با مارش ازا اپوس 26 سونات همراه با یک فانتزی و سونات شماره 14 مشهور به سونات مهداب اپوس 27 با توصیف های که به گفتاری پر و حوزنگیز شبیه است. همچنین سونات در دو مینور برای ویولون اپوس سی که به امپراتور الکساندر هدیه شده و سونات کرویتزر اپوس چل و هفت و شش آهنگ مذهبی قهرمانی و معصر همه مشهون از چنین احساساتی هستند سمفونی شماره دو را در سال 1803 ساخت بیشتر عشق جوانانه او را منعکس می کند و احساس می شود که عشق بالاتر از ارادهش قرار گرفته است. نیروی مقاومت ناپذیری تمام افکار اندوهناک او را دور می راند. در فینال این سمفونی جوشش زندگی به خوبی پیداست و پیداست که بتوان می خواهد خوشبخت باشد و نمی خواهد بدبختی درمان ناپذیرش را باور کند شفا می خواهد عشق میخواهد و روحش از امید لبریز است در قسمتی از این آثار بتوون شنونده حالاتی شبیه به مارش پرقدرت و جنگی احساس میکند و این خصوصیت در قسمت اول و در قسمت آخر سمفونی دوم و همچنین در نخستین قطعه شجاعانه و قهرمانی سونات امپراتور الکساندر به خوبی نمایان است حالت جنگی مخصوص این سونات بهترین نشانه و یادگار از دوره است که این آهنگ در آن به وجود آمده است در قسمتی از این آثار بتوون شنونده حالاتی شبیه به مارش پرقدرت و جنگی احساس می کند و این خصوصیت در قسمت اول و در قسمت آخر سمفونی دوم و همچنین در نخستین قطعه شجاعانه و قهرمانی سونات امپراتور الکساندر به خوبی نمایان است حالت جنگی مخصوص این سونات بهترین نشانه و یادگار از دوره است که این آهنگ در آن به وجود آمده است در این زمان انقلاب به وین هم رسیده بود و روح بتوون را یک سر تسخیر کرده بود شوالی سیفرید میگوید در مسائل سیاسی با ذکاوت کم نظیری قضاوت میکرد و با نظری دقیق و روشن به جریان قضایا مینگریست و خود را داوطلب شرکت در این مسائل معرفی میکرد شیندلر یکی از دوستان بتوون که در سالهای آخر عمرش بهتر از هر کسی او را می شناخت دربارهش میگوید عقاید جمهوری خواهانه را دوست می داشت و اضافه می کند که بتوون هوادار آزادی نامحدود و استقلال ملی بود. میخواست که همه مردم در کارهای حکومت و دولت شرکت داشته باشند میخواست که درباره فرانسه انقلابی به آرای عمومی مراجعه شود و تصور میکرد که بوناپارت چنین کاری را انجام خواهد داد و پایه های آزادی و خوشبختی تمامی بشر را استوار خواهد ساخت بتوون بر اثر مطالعه فراوان کتاب های پلوتارک مورخ باستانی عقاید انقلابی داشت و همواره در فکر ایجاد یک نوع جمهوری قهرمانی بود که امید داشت به دست ناپل آن بوناپارت که در آن زمان مقام کنسول اولی فرانسه را داشت بنیان نهاده شود به همین جهت آثار پرعظمتی مانند سمفونی ارویکا یا سمفونی شماره سه را ساخت به سمفونی ارویکا را از روی زندگی بوناپارت و برای او نوشت و هنوز در روی نخستین نسخه خطی آن عنوان بوناپارت به خط خود بتوون باقی است در همان اوایل ناپلئون عنوان کنسول اول را تغییر داد و خود را امپراتور نامید و رسما تاجگذاری کرد وقتی به این خبر را شنید سخت براش افت و فریاد کشید که پس این هم یک آدم عادی بیشتر نبود. و در همان حالت خشم صفحه‌ای که در آن سمفونی را به بوناپارت هدیه کرده بود پاره کرد پس از آن سمفونی شماره پنج که حد فاصل سالهای 1805 تا 1808 ساخته شده بود را می یک حماسه افتخار دانست اینها نخستین موسیقی های انقلابی واقعی بودند همانطور که حوادث عظیم در ارواح بزرگ و منزوی که با واقعیات تماس و استکاک ندارند شدیدتر و منزهتر منعکس می شوند روح انقلابی این زمان هم در آهنگ های بتوون با عظمت و شدت بیشتری خود نمایی می کرد. در ماورای این آهنگ ها قیافه بتوون در حالی که رنگی از جنگ های حماسی آن زمان دارد نمایان می شوند. این احساسات تقریبا در تمام آثار این دوره بتهاون شاید هم بدون اینکه خودش خواسته باشد منعکس است در اوورتور کوریالان به سال 1807 که در آن طوفان ها سفیر میکشند یا در سونات آپاسیوناتا اپوس 57 به سال 1804 که بعدها بیسمارک صدراعظم آلمان درباره آن می گفت اگر من آن را زیاد بشنوم همیشه با شهامت و دلیر خواهم بود این مطلب را روبرت کودل که مدتی سفیر آلمان در روم بود در کتابی که به نام بیسمارک و خانوادهش در سال 1901 انتشار داد نوشته است. در قسمت مختلف اگمونت و حتی در کنسرتوی اپوس 73 که به سال 1809 ساخته شده و در آن حالت عبور سپاه ها محسوس است و نواختن آن خود امری شجاعانه و قهرمانی است همه جا همان روح قهرمانی و همان احساسات حماسی گنجانده شده و جلوگری دارد این احساسات حماسی و قهرمانی در آثار بتهون تعجب آور نیست زیرا او با افکار و با رجال و افسران فرانسه انقلابی تماس های بسیار داشت و در زمان او جنگ های معروف ناپل اون در جریان بود. چه بسا که به مارش ازایی که در سنات اپوس 26 خود گنجانید به خاطر هوش ساخته شده باشد که در همان اوان در نزدیک های راین کشته شد. کش ژنرال جوان فرانسه در دوره انقلاب بود که از معروفترین شخصیت های این دوره است او در 29 سالگی به سال 1797 کشته شد ظاهرا هوش که امروز بنای یاد بود او بر فراز تپه کوتاهی در نزدیکی بون باقی بیش از خود ناپلئون در خور آهنگ های قهرمانی بتوون بود تماس های با انقلابیون فرانسه مکرر بود به طوری که حتی دو بار هم نشانه های پیروزی انقلاب را در خود وین دید. یک بار آن در سال 1805 بود. در نوامبر این سال وقتی که اپرای فیدلیو برای نخستین بار در وین اجرا می شد، اده زیادی از افسران فرانسوی در آن حضور یافتند. در همین زمان، ژنرال هولند فاتح باستیل به وین آمده بود و در خانه پرنس لوبکوویتس دوست و حامی بتهوون منزل کرده بود لوبکوویتس کسی است که بتهوون سمفونی های معروف ارویکا یعنی سمفونی شماره سه و سمفونی دومینور یعنی سمفونی شماره پنج خود را به او هدیه کرده است بار دوم در سال 1809 بود که ناپل اون شخصا به وین آمد و ماه مه در کاخ شمبرون توقف کرد منزل بتوون در نزدیکی استحکامات و حصار ویم بود که به دستور ناپل اون پس از تسخیر شهر آن را ویران کردند. درباره این ویرانی بتوون به برایتکوف و هارتل ناشران آثارش در نامه ای به تاریخ 26 جوان 1809 نوشته چه زندگی وحشیانه در اطراف من همه جا خرابه و ویرانه است جز صدای تبل ها و شیپور و جز انواع بیچارگی ها و بدبختی ها هیچ چیز دیگری وجود ندارد یک فرانسوی به نام بارون ترومون که عضو شورای دولتی در وین بود و بتوون را دیده است در یادداشت خود توصیفی از زندگی او را در این زمان باقی گذارده در این ها دیده می شود که بر اثر خرابی های مزبور چگونه در منزل بتون نیز آشفتگی های روی داده. بارون مزبور با بتهون ملاقات کرد و با هم درباره فلسفه، مذهب، سیاست و مخصوصا شکسپیر که مورد ستایش بتون بود، صحبت کردند. بتون حاضر شده بود که به همراه او به پاریس برود و میدانست که در پاریس هواخواهان بسیار دارد. و در کنسرواتوار آنجا سمفونی های او را می نوازند. هرچند که بتوان به زودی نسبت به فاتحان فرانسوی نفرت پیدا کرد و دیگر با آنها ارتباطی نمی گرفت با این همه گرمی تب حماسی و روح انقلابی آنها که در بتوان سرایت کرده بود در آثار این زمان او منعکس است. کسی که این گرمی را در خود احساس نکند این آهنگ های قهرمانی بتوون را که پر از قوقای پیروزی های درخشان است آنطور که باید نمیفهمد. در حالی که بتوون سرگرم تنظیم سمفونی در دو مینور یا سمفونی شماره پنج بود ناگهان آن را رها کرد و بدون تهیه طرحی که معمولاً برای آثارش تهیه میدید به ساختن سمفونی دیگری در سی بمال پرداخت که چهارمین سمفونی او شد دلیل این تغییر هم این بود که یک بار دیگر خوشبختی به روی او لبخند میزد در ماه مه سال 1806 بتهوون و ترز دو برونسویک نامزد شدند بتهوون در سال 1791 در وین با خانواده برونسویک آشنا شده بود جولیتا گیچیاردی که زمانی محبوب بتوون بود دختر عموی ترز بود و بتوون مدتی هم عاشق یکی دیگر از خواهران ترز به نام جوزفین شده بود ترز مدت ها پیش از هنگامی که نخستین سالهای اقامتش در وین که هنوز دختر کوچکی بود و پیش بتوون پیانو میاموخت به او دل بسته بود بتوون با برادر ترز کونت فرانسوا دوستی داشت در سال 1806 بتوون به بیمارستان رفت و مدتی در ناحیه مارتن واسار میهمان آنها بود و در همین جا بود که عشق متقابل او و ترز آغاز شد خود ترز در چند جا خاطرات این روزهای خوش را نقل کرده از جمله در نامه ای می نویسد شب روز یکشنبه بعد از صرف شام در محتاب به پشت پیانو نشست ابتدا دستش را به ملایمت روی پیانو گردش داد. فرانسوا و من با این عادت او به خوبی آشنا بودیم. او همیشه به همین شکل شروع میکرد بعد چند آکورد بر روی نوتهای بم نواخت و آهسته آهسته با عظمتی مرموز آوازی را از آثار یوهان سباستیان باخ نواخت که شعران چنین است اگر میخواهی دلت را به من بدهی بکوش تا مخفیانه باشد بگذار هیچ کس نتواند افکار مشترک ما را حرس بزند مادرم و کشیش خانوادگی من به خواب رفته بودند برادرم نگاهش به جلو خیره شده بود و من که موسیقی و نگاه او در جانم نفوذ میکرد، زندگانی را در منتهای کمال و زیبایش احساس میکردم. فردا صبح در باغ به هم برخوردیم و او به من گفت اکنون مشغول تهیه اپرایی هستم که تصویر نقش اصلی آن در خود من در برابر من و همه جا در هر حال به همراه من است هرگز در چنین حالی نبودم همه چیز در نظرم روشن و با معنی و زیباست حالا میفهمم که تا کنون همچون کودکان قافل داستانهای پریان بودند که سنگ ریزه ها را جمع می کنند و به گلهای زیبا و پر جلالی که بر سر راهشان شکفتند توجه ندارند در ماه مه ما با هم نامزد شدیم و تنها شاهد این نامزدی برادر عزیزم فرانسوا بود راستی هم شماره چهار که به در این سالها ساخت همچون گل زیبایی است که عطر این روزهای پر آرامش زندگانی او را در خود محفوظ نگاه داشته است. در این سمفونی مخصوصاً این نکته قابل توجه است که به سعی کرده افکار و نبوغ هنری خود را با قالب و اشکال کلاسیک که از موسیقی دانهای پیش از او باقی مانده بود سازش دهد. همین فکر سازش که محصول این عشق جدید به بود در طرز زندگی این زمان او هم اثری محسوس گذارد دو نفر از دوستان او در این زمان او را دیده بودند و میگویند که حالتی خوش داشت چابک شادمان و خوشخلق بود در مجامع رفتاری معدبانه از خود نشان میداد ناسازگاری ها را تحمل می کرد به طرزی زیبا لباس می پوشید و حتی وضعش طوری بود که کری او هم به هیچ وجه به نظر نمی رسید جز ضعف چشمانش هیچ ضعف دیگری در او دیده نمی شد. چشمان به ضعیف و نزدیک بین بود. سیفرید از دوستان او میگوید که ضعف چشم او اثر آبله مختصری بود که به آن دوچار شده بود و در نتیجه از ابتدای جوانی عینک داشت. به در نامه سالهای 1823 و 1824 خود از چشمهایش که او را رنج میدهند بسیار شکایت میکرد. تصویر شاعرانی که در این زمان مایلر از بتهوون کشیده است با اینکه کمی ساختگی به نظر می رسد همین خصوصیات روحی او را به ما نشان می دهد. آرزو دارد که محبوب و خوشایند دیگران باشد و اکنون احساس می کند که محبوب و خوشایند هم هست. همچون شیری عاشق که چنگال های خشنش را جمع کند او هم خشونت های خود را فرو می برد. با این همه در بازی های او و حتی در تخیلات و نرمی های همین سمفونی شماره چهار هم نیروی مشکوک، طبع حوثالود و خلق خشمامیزش احساس می شد. این آسایش عمیق برای به زیاد طول نداشت. اما نفوذ جان بخش این عشق حتی تا سال 1810 هم در روح او باقی بود. به از آن نیرو می گرفت و برخود چیره می شود. و عالی ترین سمرات نبوغ او را به وجود می آورد سمفونی دو مینور سمفونی شماره پنج که همچون یک تراژدی کلاسیک عمیق و موثر است و سمفونی روستایی یا سمفونی شماره شش که به سال 1808 ساخته شد و همچون رویای الهی یک روز تابستان است که مخلوقات این زمان را دارند سنات اپاسیوناتا که از طوفان اثر معروف شکسپیر تاثیر پذیرفته و خود بتوون آن را قوی ترین سوناتش می داند در سال 1807 ساخته شد و بتوون آن را به برادر ترز فرانسوا هدیه کرده بود همچنین بتوون یکی از لطیف ترین آثار خود سونات وهمامیز و خیال انگیز اپوس 87 را که در سال 1808 ساخت به خود ترز اهدا کرد. نامه بدون تاریخی که از بتهوون باقی است و به عنوان محبوبه ابدی نوشته شده به اندازه سونات لطیف اپاسیوناتا شدت و هیجان عشق او را نشان می‌دهد. در این نامه می نویسد ای فرشته من، ای همه چیز من، ای وجود من. دلم از آن همه گفتنی ها که با تو دارم پر است. آه، تو همه جا با منی. وقتی فکر می کنم که ممکن است نامه من پیش از یک شنبه به تو نرسد گریه می گیرد. من تو را دوست دارم همانطور که تو هم مرا دوست میداری. داری منتها من خیلی بیشتر آه خدایا این چه زندگی است که بی تو بگذرد اینقدر نزدیک و اینقدر دور ای محبوبه جاودانم افکارم به سوی تو در پروازند حالی عجیب دارم در میان شادمانی ناگهان غمی روحم را فرا میگیرد گویی سرنوشت میپرسد که آیا خواهش های ما پذیرفته خواهد شد نمیتوانم که جز با تو زندگی کنم و جز با تو زندگی را نمیخواهم هرگز هیچ کس دیگر نمیتواند دل مسکین مرا به دست آورد هرگز هرگز خداوندا آخر چرا وقتی دو نفر اینقدر یکدیگر را دوست می‌دارند باید از هم دور بمانند اکنون زندگی من هم دور از او همچون او ماتم زده و دردناک است عشق تو مرا خوشبختترین و در این حال بدبخت ترین مردمان کرده است آرام باش مرا دوست بدار امروز دیروز چه آه های سوزان و چه عشقهای گرمی که به خاطر تو داشتم تو تو ای عمر من و ای همه چیز من خدا حافظ همچنان مرا دوست بدار محبوبت را از یاد مبر که همیشه با من است و همیشه با توست همیشه از آن ماست معلوم نیست چه دلیل مرموزی در راه ازدواج و خوشبختی این دو نفر که تا این اندازه یکدیگر را دوست می داشتند مانع بود. شاید این مانع کمپولی بتوون یا اختلاف وضع خانوادگی آنها بود. شاید هم به از اینکه مجبور بود روزگاری دراز تعمل و تحمل کند و عشق و نامزدی خود را مخفی و پنهان نگاه دارد براشفته است و احساس تحقیر می است. شاید رفتار خشونت آمیز او، بیماری او و دوری جسنن او از مردم محبوبش را تحت تأثیر قرار داده و معیوز کرده. به هر صورت ازدواج صورت نگرفت. قرار نامزدی هم فسق شد. اما هیچ کدام از آنها خاطره این عشق آتشین خود را از یاد نبردند. ترز دو برونسویک تا آخرین لحظات عمرش که در سال 1861 به سر رسید به رو دوست می داشت و بتهون سالها بعد در سال 1816 می گفت وقتی که به یاد او می افتم مثل نخستین باری که او را دیدم دلم به تپش می افتد و در همین سال است که به شش ترانه خود را ساخت که به محبوبه دور شده اهدا گشته و از احساسات رقیق و عمیق لبریز است. بتاون جایی در یاد خود می نویسد دلم از مناظر طبیعت زیبا آکنده است و با وجود این به جای خود و پیش خودم نیستم. ترز عکسی از خود به بتاون داده بود که در موقع احتای آن رویش نوشته بود به نابقی بیمانند، به هنرمند بزرگ و به انسان خوب. در آخرین سال عمر بتاون روزی یکی از دوستانش که سرزاده به خانه رفته بود دید، که به توون این عکس را گریه کنان می و بنابر عادتش بلند بلند میگفت. تو همچون فرشتگان زیبا و بزرگ بودی. دوست تازه وارد که حال او را دید آهسته و آرام بیرون رفت و کمی بعد که باز آمد دید به توون پشت پیانو نشسته است. به او گفت دوست عزیز و قدیمی امروز هیچ اثر بد و شیطانی در قیافت نیست و به توون در جواب گفته بود زیرا فرشته محبوبم به سراغم آمده بود. زخم جدایی از ترز در دل بتخوون شدید و عمیق بود به طوری که در نامه به یکی از دوستانش درباره خودش نوشته بتخوون بیچاره در این دنیا برای تو هیچ خوشبختی وجود ندارد. تنها در دنیای خیال و آرزوست که دوستانی خواهی داشت. او در یادداشتی نیز می نویسد به تقدیر خود تسلیم باش تسلیم باش وجودت دیگر برای خودت نیست و فقط برای دیگران است برای تو جز در دنیای هنر خوشبختی وجود ندارد خداوندا نیرویی به من عطا کن که بر خود شیره باشه. عشق او را رها کرده بود در سال 1810 یک بار دیگر خود را تنها و بی کس یافت اکنون نوبت افتخار و قدرت و عظمتش بود چهل سال داشت و به کمال رشد سنی خود رسیده بود از این وقت است که بتهون بی اینکه به دنیا به مقررات به آداب و به قضاوتهای دیگران اعتنایی داشته باشد خود را به احساسات شدید و عواطف خشن خود سپرد از چه بترزد برای چه ملاحظه کند دیگر نه عشقی مانده بود و نه آرزویی تنها چیزی که برایش مانده بود قدرتش بود از قدرت خود لذت می برد و میخواست خواست هر جا می تواند از آن استفاده کند حتی سوء استفاده کند به طوری که در این وقت می گوید قدرت اساس اخلاقی کسانی است که می توانند خود را در میان مردم مشخص کنند باز به ظاهر خود و به سر و وضع خود بی اعتنا شد آزادگی و وارستگی رفتار او از سابق هم بیشتر و بی شد میدانست که حق دارد به هر کس هر قدر هم بزرگ باشد هر چه بخواهد بگوید. در هفته جویه 1812 در یکی از نامه هایش نوشته بود من برای برتری هیچ نشانی جز خوبی نمی شناسم به در نامه دیگری نوشته بود دل آدمی اهرم تمام اعمال بزرگ اوست و حقا خود را برتر از همه میدانست. به تینا برنتانو که در این زمان او را دیده است میگوید هیچ امپراتور و هیچ پادشاهی به اندازه او احساس قدرت نمی کند. به توون شیفته و مسهور قدرت خلاقی خود بود. به تینا به گوته می نویسد وقتی او را برای نخستین بار دیدم همه دنیا از نظرم محو شد. به توون دنیا و همه چیز و حتی تو را ای گوته از خاطرم برد. تصور میکنم که او در تمدن جدید از همه پیشرفته تر است و گمان ندارم که در تصور خود اشتباه کرده باشم گوته کوشش داشت که با بتروون آشنا شود در سال 1812 بتروون به آب گرم معدنی توپلیتس در بوهم رفته بود در آنجا او و گوته یکدیگر را ملاقات کردند و این ملاقات برای هیچ کدام چندان رضایت بخش نبود. بتوان نبوغ گوته را با شور و شوق بسیار تحسین میکرد، اما رفتار آزاد منشانه و اخلاق تند بتوان آنقدر شدید بود که گوته نمی توانست بدون تأثیر بماند و آزرده نشود. بتوان در 19 فوریه 1811 در نامهی به بتینا برنتانو می نویسد اشعار گوته مرا خوشبخت می سازند. و در نامه دیگر به تاریخ هشتم اوت 1809 نوشته است گوته و شیلر را از همه شعرا بیشتر دوست دارم همچنین اوسیان و هومر را که متاسفانه مجبورم ترجمه اشعارشان را بخوانم. جالب توجه است که با وجود عدم توجهی که به تحصیلات بتهون شده بود ذوق ادبی بسیار عالی داشت گوته در نظر بتهون بزرگ و با عظمت بود غیر از گوته و برتر از او به به آثار هومر، پلوتارک و شکسپیر علاقه داشت. آثار شکسپیر را هم چون انگلیسی نمیدانست از ترجمه های آلمانی میخواند و برای قطعات معروف شکسپیر به نام کوریولان و طوفان آهنگ های موسیقی پر عظمت و در دالودی ساخته است. به آثار پلوتارک نویسنده و مورخ باستانی را هم بسیار دوست داشت. همانطور که تمام مردان ممتاز انقلاب فرانسه آثار او را دوست می داشتند بتوون هم تحت تأثیر افکار او قرار می گرفت بروتوس قهرمان انقلابی روم که جولیوس سزار پدر را کشت مورد علاقه بسیار بتخوون بود همچنان که میکلانش هم این شخصیت آزادی خواه و تاریخی باستانی را دوست می داشت در اتاق بتوون همیشه مجسمه جباریت دیده میشد که نشانه ای از آزادی خواهی او بود. به افلاطون افلاتون را نیز دوست می داشت و آرزو می کرد که جمهوری ایدئال افلاتون در سراسر جهان برقرار شود. به در یکی از نامه های خود شرح می دهد که یک روز با گوته به گردش رفته بودند و در این گردش به توون جمهوری خواه و مغرور به گوته مستشار درباری گراندوک وایمار عملا درسی داد که گوته هرگز آن را نبخشود. خود بتوون موضوع را چنین می نویسد. پادشاهان و شاهزادگان قادرند که پروفسورها و مشاوران خصوصی بسازند. آنها را با اعطای لقبها و نشانها مورد تفقد قرار دهند ولی قادر نیستند که مردان بزرگ و ارواحی برتر و بالاتر از پستیها و حقارتها این جهان بسازند. وقتی که دو انسان همچون گوته و من با هم هستند این آقایان باید عظمت ما را درک کنند دیروز من و گوته ضمن گردش در طول راه با خانواده گراندوک مصادف شدیم آنها را از دور دیدیم گوته دستش را از بازوی من بیرون کشید تا در کنار جاده بر سر راه آنها بیستد من هرچه دلم خواست به او گفتم ولی نمیتوانستم دیگر حتی یک قدم هم با او راه بروم او همچنان ایستاده بود آن وقت من هم کلاه هم را به سر کشیدم دکمه های کتم را بستم و در حالی که دست هایم را به پشتم زدم در میان انبوه جمعیتی که آنجا بود فرو رفتم والا حضرت و درباریانش از مقابل من به کناری رفتند خود دوک رودولف کلاهش را به احترام من از سر برداشت اولیا حضرت دوشس بیش از همه به من احترام کرد بزرگان مرا میشناسند و برای تفریح خود تماشایشان کردم که از مقابل گته گذشتند در حالی که او کلاه در دست در کنار جاده برای تعظیم خم شده بود و بعد به سراغش رفتم او را سرزنش کردم و این وضع نامناسب او را نبخشودم این نام ظاهرا به بتینا فون آرنیم نوشته شده است سه نفر از محققان زندگی بتوون در وجود چنین نامه ای از بتوون تردید کردند ولی سه نفر دیگر وجود نامه را پذیرفتند به نظر می رسد که چنین نامه ای از بتوون وجود داشته است منتها ممکن است بتینا که این نامه به او نوشته شده در عبارات آن تغییراتی داده است تا زیباتر شود گوته هم ظاهرا این ماجرا را از یاد نبرد گوته به تزلتر شاعر می گفت متاسفانه به شخصیتی رام نشده است بیگمان در اینکه او دنیا را منفور و نامطبوع میداند گناهی ندارد ولی روشی که او انتخاب کرده و وسیله مناسبی نیست که دنیا را برای او و برای دیگران مطبوع سازد به هر صورت باید او را معذور داشت و درباره او افسوس خورد زیرا متاسفانه ناشنواست گوته هرگز کاری به مخالفت به نکرد ولی کاری به نفع او هم انجام نداد درباره آثار به و درباره خود او همیشه ساکت ماند به را قلبا تحسین می کرد اما به موسیقی او اعتقادی نداشت زیرا موسیقی بتهاون او را به هیجان می آورد و بیم داشت که مبادا این موسیقی آسایش روحش را که به قیمت رنجهای بسیار به دست آمده بود متزلزل کند. فلیکس مندلسون آهنگساز نامی در سال 1830 و در موقعی که هنوز جوانی 21 ساله بود از وایمار محل اقامت گوته میگذشت و در آنجا چندین آهنگ بتوون را با حضور گوته نواخت. نامه ای که اکنون از مندلسون باقی نشان می دهد که چگونه آهنگ های در دل گوته شور و هیجان می انگیخ و مؤثر می افتاد ولی گوته سعی می کرد بر حیجان خود چیره شود و آنها را پنهان سازد. مندلسون می نویسد گوته ابتدا نمی خواست که صحبتی از بتوون بشنود اما بالاخره ناچار شد که به آن تن در دهد و قسمت اول سمفونی در دو مینور را گوش کند این آهنگ به شدت در او تاثیر کرد ولی گوته نمیخواست هیجانش نمایان شود و گفت این آهنگ هیچ تأثیری ندارد جز اینکه فقط شخص را به تعجب می اندازد. کمی بعد گفت این آهنگ پر و شگفتانگیز بود گویی تمام بنای منزل میخواست فرو زد. بعد نوبت شام فرا رسید و در تمام مدت آن گوته متفکر و متأثر بود تا اینکه باز صحبت بتهوون پیش آمد و او با من به صحبت از بتهوون پرداخت و یک رشته سوالات کرد به خوبی می دیدم که موسیقی به چه اثر عمیقی در او بخشیده است. سمفونی های هفتم و هشتم به که در سال 1812 و در طول چند ماه در آسایشگاه های توپلیتس نوشته شده از این زمانند این دو سمفونی که یکی همچون قوقای مستانه و آشوبنگیز وزنها و آهنگ هاست و دیگری را باید سمفونی شوخ نامید آثاری هستند که شاید به در آنها از همه جا بیشتر طبیعی یا به قول خودش آزاده جلوه می کند. در این آثار به با روحی سرشار از شادی و خشم با تزادهای ناگهانی و غیر منتظره با جلوه های ناهم ولی پرجلال با التهابات عظیم و افثانهی خودنمایی دارد و همین خصوصیات است که گوته و تزلتر را به وحشت می افکند. گوته و تزلتر در تاریخ های سوم و چهاردهم سپتامبر همین سال نامههایی مبادله کردند که در آنها تزلتر در پاسخ گوته می نویسد من نیز او را با تحسینی آمیخته به وحشت مینگرم. همچنین تزلتر در 1819 به گوته نوشت که میگویند او دیوانه است. همین حالات سبب شد که در آلمان شرقی در باره سمفونی شماره هفت بگویند که این اثر را یک میخاره همیشه مست نوشته به راستی این اثر یک نفر مست بود ولی مستی از باده نیرو و نبوغ خود او گفته است که من همچون دیونیزوس هستم برای بشریت شرابی مطبوع میسازم من هستم که به روح مردم سرمستی الهی میبخشم واگنر نوشته است که بتوون در آخرین قسمت سمفونی شماره هفت جشن پرشکوهی را که برای خدای شراب برپا می کنند و اصف کرده است اگر چون این نظری کاملا هم درست نباشد به هر صورت بتوون در جوشش پرقلقله این آهنگ خاطره جشنهای پرشور مذهبی را نشان داده که از سرزمین زیبای مادریش فلاندر در خاطر داشته است رفتار آزاد و کلام گستاخانه بتهون، در شهر وین پایتخت اتریش که سرزمین انضباط و اطاعت و انقیاد بود تزادی شگفتانگیز به وجود می آورد که ریشه های آن را نیز می توان در همین آهنگ بتاون تشخیص داد بتهون در هیچ کدام از آثارش به اندازه سمفونی شماره هفت قدرت و سراحت و آزادگی به وجود نیاورده است در این سمفونی نیروهای عظیم و فوق بشری بیپروا و بی هدف فقط و فقط به خاطر لذت صرف شدند لذت قدرت، لذت تقیان شدتی عظیم که همه جا را فرا می گیرد و در خود غرق می کند در سمفونی شماره هشت نیروها با عظمت کمتری جلوه می کند منتها عجیب تر و شگفتنگیز ترند. زیر حالت انسانی را دارند که اندوه را با مسخرگی و قدرت پهلوانان را با حوث کودکانه در هم می زند. سال 1814 دوران کمال شهرت بتوون بود کنگره وین او را مایه افتخار اروپا تلقی کرد در جشنهای پرشکوهی که در این دوره تشکیل می شد سهمی بزرگ داشت پادشاهان و شاهزادگان برای او احترام بسیار قائل می شدند و او هم خود را مقرورانه در معرض احترامات ایشان قرار می داد. و این موضوعات را با قروری مخصوص برای دوستش شیندلر نقل می کرد. یک تصویر بتهوون که به وسیله هوفل از روی طرح لترون ساخته شده و نیز ماسک عجیبی که فرانس کلاین در سال 1812 از روی چهره بتهوون تهیه کرده تصویر زنده صورت او را در سالهای حدود کنگره وین حفظ کرده و به ما نشان می دهد. در این قیافه شبیه شیر که دندانها به هم فشرده شدند و خشم و درد آن را شیار شیار کرده است اراده نمایان ترین خصوصیت است اراده شبیه به اراده ناپل اون به پس از فتح ناپل اون گفته بود افسوس که من با جنگ به اندازه موسیقی آشنا نیستم وگرنه او را شکست می دادم. و قیافه مردی که چون این حرف بزرگی گفته باشد در این تصاویر به خوبی نمایان است اما قلم روی فرمان روایی این مرد در این دنیا و در روی زمین نبود خود او به دوستش فرانسوا دو برونسویک نوشت که قلم روی حکومت من آسمان هاست به دنبال این لحظه ای افتخار دوران بدبختی ها فرا رسید به هرگز وین را دوست نمی داشت انسانی آزاده و مقرور چون او نمی توانست از شهر بی حقیقتی تصنع بلحوثی و عیاشی راضی باشد همچنان که واگنر هم از این شهر نفرت داشت بتوان از هر فرصتی استفاده می کرد تا هر قدر بتواند از چنین محیطی دورتر باشد یک بار در حدود سال 1808 جدا به این فکر افتاده بود که اتریش را رها کند و به آلمان برگردد. اما درآمد موسیقی در وین فراوان بود و باید اعتراف کرد که در آنجا همواره از اهل ذوق و عاشقان موسیقی کسانی بودند که عظمت بتوون را درک کنند و نمیخواستند این ننگ را بپذیرند که وطن آنها و شهر آنها نتوانسته باشد بتوون را در خود نگه دارد از این رو بود که در سال 1809 سه نفر از ثروتمندترین اشراف وین آرشیدوک رودولف شاگرد بتوون پرنس لوبکوویتس و پرنس کینسکی متعهد شدند سالیانه مبلغی به بتوون بپردازند و فقط در مقابل اینکه در اتریش بماند اینها در نامه خود نوشته بودند چون مسلم است انسان در صورتی میتواند زندگی خود را وقف هنر سازد که از غمهای مادی آزاد باشد و فقط در چنین صورتی ممکن است آثاری عالی به وجود آورد که مایه افتخار هنر باشد امضا کنندگان زیر تصمیم گرفتند لودویگ وان بتهوون را از احتیاج مسون نگه دارند و به این ترتیب موانع تأسف آوری را که در راه پیشرفت او وجود دارد مرتفع سازند متاسفانه این تعهد به درستی انجام نگرفت و مقرری ثابتی که برای بتخوفن تعیین شده بود بسیار نامنظم پرداخت می شد و به زودی هم قطع شد و از میان رفت. به علاوه خصوصیات و روحیات وین هم بعد از کنگره سال 1814 تغییر رفت. جامعه ویان از این پس به سیاست بیش از موسیقی توجه داشت ذوق موسیقی نیز بر اثر نفوذ موسیقی ایتالیایی دچار فساد شده بود کسانی که موسیقی روسینی را به عنوان مود روز دوست می داشتند با بتهوون به شکلی ناشایست رفتار می کردند و او را بیهنری مقرور و متظاهر می اپرای تانکرد که در سال 1811 موسیقی آن به وسیله روسینی ساخته شد و در اتریش رواج یافت بنای عظیم موسیقی آلمانی را متزلزل ساخت به طوری که در یادداشت‌های بورنفلد دیده می شود که در سال 1816 در وین می گفتند و بتوون پیران بیمایه و متظاهری هستند که ذوقشان زیر نفوذ حماقت‌های قرن پیش یعنی قرن 18 است فقط از زمان روسی نیست که انسان واقعی معنی ترانه ها را درک می کنند. ویدلیو اثر بتوون کسافتی بی ارزش است و معلوم نیست چگونه انسان می تواند زحمت شنیدن و زجر کشیدن از آن را بر خود هموار سازد. بتوون آخرین باری که به عنوان پیانیست در یک کنسرت شرکت کرد در همین سال 1814 بود. دوستان و حامیان بتوون پراکنده و نابود شدند. فرانس کینسکی در 1812 لیشنوفسکی در 1814 و لوبکوویتس در 1816 از وین رفتند یا مردند راسوموفسکی که بتوون کوارتت زیبای اپوس 59 خود را به خاطر او نوشته بود در فوریه 1815 آخرین کنسرت خود را اجرا کرد در 1815 دوستی بتوون با اشتفان فون برونینگ نیز که دوست زمان کودکی او و برادر ال بود به هم خورد و به این ترتیب بتوون از این به بعد تنها و کاملا تنها ماند در همین سال کارل برادر بتوون هم مرد که بتوون درباره مرگ او به یکی از دوستانش می نویسد هرچه من به عمر و زندگی خود بی علاقه هستم او به زندگی و عمر خود من بود. در یکی از یادداشت‌هایش به سال 1816 می نویسد من هیچ دوست و معاشری ندارم و در دنیا تنها هستم. بیماری ناشنوایی بتون از 1815 به کمال رسیده بود و دیگر به هیچ وجه جز به وسیله نوشتن رابطه با دیگران نداشت. قدیمی ترین دفتری که از مذاکرات او باقی است از سال 1816 است. دفاتر صحبت های شامل یازده هزار صفحه می شود و در کتابخانه دولتی برلین محفوظ است و قسمت از آن نیز چاپ شده است. غیر از ناشنوایی بتوون گرفتاری ها و بیماری های جسمی دیگری هم داشت که از آنها رنج می از جمله مدتی به اسهال شدید، سینه درد، بعد به سل، روماتیسم و زردی و چشم درد مبتلا شد. شیندلر درباره اپرای فیدلیو در سال 1822 شرحی تأثیر و مشهور نوشته است. او نوشت بتخوون درخواست کرد که هنگام آخرین تمرین خود او ارکستر را رهبری کند. از ابتدای قسمت دوئت در پرده اول به خوبی معلوم بود که بتوون هیچ چیز از آنچه در روی صحنه میگذرد نمیشنید و به شکلی محسوس وزنها و ضربها را به تأخیر میانداخت. ارکست که ناچار با رهبری دست او می نواخت میرفت می رفت و خوانندگان طبق وظیفه اصلی خودشان تندتر تر می خاندن و به این شکل آشفتگی محسوسی روی می داد. آملوف که معمولا ارکستر را رهبری می کرد لحظه ای استراحت اعلام کرد بدون اینکه دلیل آن را بیان کند. پس از اینکه چند کلمه ای با خوانندگان آواز صحبت کرد دوباره کنسرت را شروع کرد ولی باز هم همان بینظمی قبلی تکرار شد و باز لازم بود که چند لحظه ای سکوت داده شود مسلم بود که به دیگر نمیتواند رهبری ارکستر را ادامه دهد ولی چگونه میشد این مطلب را به او فهماند؟ هیچ کس چون این جرعتی نداشت که به او بگوید برو ای بیچاره تو نمیتوانی ارکستر را رهبری کنی. بتوان با اضطراب و هیجان شدید به چپ و راست می نگریست و می خواست از حالات چهره های مختلف بفهمد که مانع کار در کجاست ولی از هر طرف فقط با سکوت روبرو می شد. ناگهان با لحنی آمرانه مرا صدا کرد. وقتی به او نزدیک شدم دفتر یادداشتش را جلو آورد و اشاره کرد که موضوع رو برایش بنویسم. من هم نوشتم تمنا دارم ادامه ندهید دلیلش را در منزل خواهم گفت. با یک جست از جای خود به پایین پرید و به من فریاد کشید که زود بیرون برویم از آنجا تا منزل میدوید وقتی که داخل منزل شد بی اختیار روی نیمکتی افتاد و صورتش را در دستهایش پنهان کرد تا موقع شام در همین حال باقی بود بعد از شام همین که خواستم از پیش او بروم مرا نگه داشت و گفت میل ندارد تنها بماند وقتی از هم جدا شدیم باز خواهش کرد که او را تا پیش طبیبش که در بیماری های گوش شهرت داشت همراهی کنم. از آن به بعد در تمام دوره ارتباط و آشنایی با بتوون روزی را سراغ ندارم که بتوان با آن روز شوم نوامبر مقایسه کرد. دل بتوون از این حادثه به سختی مجروح شد و تأثیر ناگوار و دردناک آن تا دم مرگ با او باقی بود. شیندلر از سال 1814 با بتوون آشنا شد و از سال 1819 به بعد یکی از نزدیکترین دوستان او بود. دو سال بعد وقتی که در هفتم مه سال 1824 سمفونی شماره نه خود را رهبری می کرد یا به طوری که در برنامه کنسرت نوشته بودند در رهبری کنسرت شرکت می کرد باز هم چیزی نمی مردم و شنوندگان با شور و قوقای بسیار او را تحسین می کردند و خود او توجهی نداشت و حتی تصور آن را هم نمی کرد که بالاخره یکی از آواز دست او را گرفت و او را متوجه مردم ساخت بتوون ناگهان دید که تمام شنوندگان ارکستر به احترام او به پا خواستند و کف میزنند و کلاهشان را تکان دهند یک مسافر انگلیسی به نام راسل که به توون را در حدود سال 1825 در حال پیانو زدن دیده است میگوید به توون میخواست آهسته بنوازد ولی چون هیچ نمیشنید آنقدر آرام می که صدایی از پیانو بیرون نمی آمد و در سکوت عمیق و تأثیر انگیزی که به وجود می آمد تماشای حالات مقموم قیافه و انگشتان لرزان او بسیار جالب بود. در این زمان به در خود فرو رفته و از همه مردم جدا مانده بود تنها تسلی خاطر خود را در تماشای طبیعت می جست. ترز دو برونسویک می گوید طبیعت تنها محرم راز او بود طبیعت پناهگاه او بود شارل نقد که در سال 1815 با بتون آشنا شده می نویسد هیچ کس را ندیده است که همچون او عاشق طبیعت باشد و گلها و ابرها را دوست بدارد مثل اینکه او در طبیعت زندگی می کرد به حیوانات را بسیار دوست می داشت و نسبت به آنها مهربان بود مادر فون فریمل مورخ نقل می کند که مدتها نسبت به بتوون تنفر فوقلادهی داشت زیرا در کودکی خود هر وقت می خواسته پروانه ها را بگیرد بتوون آنها را با دستمال خود پرواز می داده. خود به مینویسد می نویسد در این دنیا هیچ کس نیست که به اندازه من طبیعت را دوست بدارد هر درخت به اندازه یک انسان برایم عزیز و دوست داشته نیست در وین تقریبا هر روز در خارج شهر گردش می وقتی هم که در یه بود از صبح تا شام چه آفتاب بود و چه باران تنها و بدون کلاه به گردش می رفت به یک جا نوشته است ای خدای توانا من در جنگل ها خوشبختم خوشبخت در جنگل ها که در آن هر درختی به قدرت تو سخن میگوید خداوندا این چه عظمتی است اینجا در این جنگل ها و بر روی این تپه ها آرامش است آرامشی که در آن باید به تو خدمت کرد به همیشه احساس می کرد که منزل نامناسب و ناراحتی دارد به طوری که در طول سی و پنج سال اقامت در وین سی بار منزل خود را تغییر داد بیپولی مایه نگرانی او بود در سال 1818 می نویسد تقریبا به گدایی افتادم مجبورم به ظاهر چون این وانمود کدم که احتیاجی ندارم در جای دیگر می نویسد سونات اپوس 106 در وضعی بسیار سخت و در موقعی که زیر فشار بسیار بودم نوشته شده است خیلی مشکل است که کار کردن فقط برای تهیه نان باشد شپوهر میگوید که بتون اغلب نمیتوانست از منزل خارج شود زیرا کفش هایش سوراخ شده بود به ناشنان آثارش مبالغ زیادی مقروز بود و آثارش تقریبا هیچ آیدی برایش نمی آوردند. برای یکی از آثار مشهورش سرودی مذهبی که میخواست پیش از انتشار بفروشد فقط هشت نفر مشتری پیدا شد که هیچ کدام هم موسیقیدان نبودند. به یک بار هم شخصا نامه معدبی به کروبینی معاصر معروف خود نوشت و از او کمک خواست ولی کروبینی اصلا به او جواب نداد از سنات های زیبا و مشهوری که هر کدام به قیمت سه ماه کار تمام می شد به زحمت سی یا چهل دو به دست می آورد پرنس گالیتسین چند کوارتت به او سفارش داد و بتوون کوارتت های معروف اپوس 127 و 130 و 123 را که از امیغترین آثار او هستند و مثل این است که با خون او نوشته شده اند برای او ساخت ولی پرنس مزبور مزدی را که قرار بود نپرداخت کارل برادر بتوون به سال 1815 به بیماری سل درگذشته بود. بتوون ناچار سرپرستی برادر زاده را عهدهدار شده بود. در حالی که برای این کار و برای وصول پول هایی که طلب کار بود ناچار با دشواری ها و دردسرها و محاکمات بسیار و خسته کننده مواجه می شد بتوون تمام مهر و عشق دل لبریز از لطف و فداکاری خود رو صرف این کودک می کرد اما از این رهگذر هم جز رنج های شدید و مشقات جانفرسا حاصلی نمی گویی مقدر بود که این رنج ها و شوربختی‌های های او هموار تجدید و افسون شود تا نبوغ عظیم او که از سرچشمه آلام و مسائبش آب می خورد نماند بتوون به خاطر این کودک ناچار شد ابتدا با مادر ناشایسته او که میخواست بچه را پیش خود نگه دارد کشمکش ها کند خود او می ای خدای من ای مدافع و نگهدار من ای تنها پناه من تو از اعماق دلم با خبری و تو میدانی چقدر از کسانی که بر سر کارل من گنجینه گرانبهایم هایم با من نزاع و کشمکش می کنند رنج می برم ای وجودی که نمیدانم تو را چگونه بنامم فریاد مرا بشنو و خواهش سوزان این بدبخت ترین مخلوقات خود را برابر در نامه ای به مادام شترایخر می نویسد من هرگز در پی انتقام نیستم اگر گاهی رفتاری به مخالفت مردم دیگر دارم فقط برای این است که ناچارم از خود دفاع کنم یا برای اینکه بدکاری دیگران را جلوگیری کرده باشم او در جایی می نویسد خدایا ای یار و مددکار من تو می بینی که با بی ها سر سازش ندارم و مردم و اجتماع را یک بار رها کردم پس این تمنای آجزانه مرا بپذیر و کاری کن که من و کارل عزیزم با هم باشیم ای تقدیر بیرحم و ای سرنوشت تأثیر نپذیر نه نه بدبختی من هرگز پایانی نخواهد داشت این برادرزاده ای که بتخوون او را اینطور عاشقانه دوست می داشت بعدها خود را شایسته محبت و اعتماد امویش نشان نداد مکاتبات بتخوون با او دردناک و اسیان میز است در جایی به برادرزادهش می نویسد آیا باید یک بار دیگر هم مزد رنج های من حق ناشناسی و ناسپاسی باشد؟ بسیار خوب، اگر بنا هست که رشته ارتباط ما گسیخته شود، چنین باشد، تمام مردم بیطرف که از این ماجرا خبردار شوند از تو نفرت خواهند داشت اگر پیمان ارتباط ما بر دوش تو سنگینی می کند به نام خدا که امید است موافق اراده او باشد تو را به خدا می سپارم من آنچه می توانستم برای تو انجام دادم و می توانم در برابر دیوان دادرسی الهی سربلند حاضر شوم. در نامه دیگر می نویسد برای شخصی فاسد چون تو ضرری نخواهد داشت که بکوشی ساده و با حقیقت باشد دل من از رفتار ای که با من داشته ای رنج ها برده و به آسانی نمیتوان توان آنها را از یاد برد خدا شاهد است که آرزویی ندارم جز اینکه از تو از این برادرزاده پلید و از این فامیل بد هزارها فرسنگ دور باشم دیگر نمیتوانم به تو اعتماد داشته باشم و در موقع امضا نوشته است کسی که بدبختانه پدر توست یا خوشبختانه پدر تو نیست با این همه مهربانی و بخشش به تو به زودی فرا می رسد و در نامه دیگری می نویسد پسر عزیزم دیگر یک کلمه هم حرف لازم نیست به آغوش من بازگرد دیگر هیچ حرف تندی نخواهی شنید تو را با همان عشق و مهری که داشتم خواهم پذیرفت درباره آینده از دوستان صحبت خواهیم کرد قول می دهم که هیچ سرزنشی در میان نخواهد بود دیگر این حرف چه فایده دارد؟ از این پس جز مهربانی و کمک های دوستانه چیزی نخواهد بود بیا بیا و بر روی قلب پدر وفادارت به جای بگیر بیا همین که این نامه را گرفتی به منزل بازگرد بیا بر روی آدرس این نامه که اصل آن به آلمانی است به زبان فرانسه نوشته شده است اگر نیایی به یقین مرا خواهی کشت و باز می نویسد دروغ نگو همیشه پسر محبوب من باش چقدر ناموزون و بداهنگ است اگر آنطور که میگویند بخواهی حق مرا با تزویر بپردازی خدا نگهدار در جای دیگری بتون به برادرزادش می نویسد کسی که به تو حیات نبخشیده اما مسلما حیات تو را محفوظ داشته است کسی که تمام مراقبت های ممکن را برای پیشرفت های اخلاقی تو انجام داده با مهری بیش از مهر پدری از صمیم قلب خود از تو خواهش می کند که تنها راه درست خوبی و عدالت را پیروی کنی پدر وفا دارد این برادرزاده بیهوش نبود و هم برای آینده او خیال های بسیار داشت. ابتدا میخواست یک موقعیت علمی و دانشگاهی برای او به دست آورد و بالاخره تصمیم گرفت که او را به تجارت وادارد و تاجری معروف شود اما کارل به قمارخانه ها میرفت و از هر کسی می توانست قرض می گرفت. نامه ای از بیتوون که بعدها به دست آمد در تاریخ اول فوریه 1819 نوشته شده. نشان می دهد که بیتوون با علاقه بسیار سعی داشت که برادرزادش فردی مفید به مملکت باشد. عظمت اخلاقی عموی کارل همانطور که بسیار اتفاق می افتد به جای اینکه مایه خیر خوبی او باشد او را به سوی زشتی و پستی و بدی می راند. به خشمش میافکند و به اسیانش میکشاند به طوری که خود کارل در جمله وحشت انگیز که تمام خصوصیات روح او را نشان میدهد گفته است من بسیار خراب و فاسد شدم زیرا عمویم خیلی میخواست که من بهترین اشخاص باشم کار کارل به جای رسید که بالاخره در تابستان 1826 گلوله‌ای در مغز خود خالی کرد خود او از این گلوله نمرد ولی نزدیک بود که عمویش از قصه بمیرد در واقع اثر شومی که این واقعه در بتوون به وجود آورد هرگز جبران نشد کارل شفا یافت و تا آخر عمر بتهون هم زنده بود تا مایه رنج و عذاب این عموی ارجمند باشد عمویی که رفتار کارل در مرگ او بی تأثیر نبود و با وجود این حتی در موقع مرگش حضور هم نداشت چند سال پیش از آن به در نامه ای به برادر زدش نوشته بود خدا مرا رها نخواهد کرد و کسی پیدا خواهد شد که به هنگام مرگ چشمهای مرا ببندد وقتی که به مرد چون این شخصی بود که چشمهای او را فرو ببندد ولی متاسفانه این شخص کسی نبود که به او را پسر خود خطاب کرد از اعماق این ورطه اندوه است که بتوون به ستایش شادمانی می پردازد و این اندیشه را که در سراسر عمر در سر داشت تحقق می بخشد. از سال 1793 که در بن بود به این موضوع فکر می کرد در تمام عمرش می خواست که نقم پرداز و سرود خان شادمانی باشد و آن را تاج درخشان یکی از آثار بزرگش قرار دهد. بتوون، در تمام عمر خیش برای پیدا کردن شکل کامل سرود شادمانی و قطعه که باید این سرود را در آن قرار دهد، مردد بود. اگرچه این سرود را در سمفونی نهم خود قرار داده است، حتی باز در همین سمفونی هم مسمم به نظر نمی رسد. تا آخرین لحظات هم همواره تصمیم داشت که برای سرود شادمانی یک سمفونی دهم ده یا حتی یازدهم بسازد. جالب است که نام سمفونی نهم چونان که گفته می شود و مشهور است سمفونی همراه با کور یا کرال نیست بلکه نام آن سمفونی همراه با کور فینال بر روی سرود ستایش شادمانی بوده است بسیار ممکن بود و حتی نزدیک بود که بتوون قسمت فینال یعنی قسمت آخر سمفونی نهم خود را که در آن سرود شادمانی گنجانده شده به شکل دیگری درآورد. اکنون در فینال این سمفونی آواز دست جمعی خوانندگان سرود شادمانی را میخواند در حالی که در ژوئیه سال 1823 بتوون در فکر بود که برای این سمفونی فینال تازه‌ای بنویسد که به وسیله سازها نواخته شود نه با آواز بتوون این فکر خود را عملی کرد ولی فینال را در کوارتت اپوس 132 قرار داد چرنی و زون لایتنر با اطمینان می نویسند که بتوون حتی پس از نواختن سمفونی نهم در ماه مه 1824 باز هم فکر این تغییرات را نها نکرده بود برای وارد کردن آواز دست جمعی در یک سمفونی که با سازها نواخته می شود های عظیم فنی وجود داشت دفاتری که از بتون باقی مانده است و طرحهایی که برای سمفونی خود تهیه دیده نشان میدهند که او سمفونی را به شکل های مختلف تنظیم کرده بود و میخواست آزمایش کند که در کجا باید آوازها وارد شود در طرحی که از ترانه ملودی دوم در قسمت اداجیو یعنی قسمت آرام سمفونی باقی است بتون می نویسد شاید آواز در اینجا میتواند به شکلی شایسته وارد شود ولی به توون هنوز هم نمی توانست تصمیم بگیرد که در اینجا هیئت نوازندگان وفادارش را رها کند و آوازهای انسانی را به جای آنها به کار برد. به توون اغلب می گفت وقتی اندیشه ای در خاطرم می گذارد آن را به صورت صدای سازها می شنوم و نه به صورت صدای انسان. به همین جهت به در ذهن خود با صدای سازها معنوز تر بود، لحظه ای را که باید صدای آواز انسان ها به صورت دست جمعی به کار رود به تأخیر می انداخت. به طوری که در قسمت آخر هم که آوازها را به کار برده است نه تنها وظیفه عمده به عهده ساز هاست بلکه تم اصلی شادمانی را که باید آواز به سرایت ابتدا به سازها داده است سمفونی نهم بتون که به سمفونی کورال یعنی سمفونی همراه با آواز دست جمعی معروف است یکی از مهمترین و مشهورترین آثار اوست که حتی نواختن آن برای کشورها و ملتهای جهان اسباب مباهات و افتخار است در این سمفونی بتاون برای نخستین بار آواز انسانی را به صورت کر و با ارکستر سازها در میخت و به کار برد این اقدام بتوون در عالم موسیقی عملی جسورانه و انقلابی بود که فقط شخصی چون او میتوانست انجام بدهد سمفونی نهم چهار موومان یا چهار قسمت دارد قسمت اول الگرو قسمت دوم مولتو ویواچه قسمت سوم آداجیو و قسمت چهارم پرستو آوازها در قسمت چهارم یعنی فینال آن سمفونی به کار رفته است ولی از به پیدا پیداست که میخواست آنها را در قسمت سوم یعنی ادجیو به کار ببرد برای فهم و تشریح این تأخیرها و تردیدهای بتوون باید دقت بیشتری به کار بست زیرا دلایل آن خیلی عمیقتر از چیزهایی است که ظاهرا به نظر میرسد این انسان تیر روز و بدبخت که همواره دست خوش عذاب و مهنت بود همیشه میخواست سرود خان و ستایشگر شادمانی باشد سالها و سالها در این کوشش بود ولی هر دم توفانی از عشقها و رنج های اندوه بار او را در میان میگرفت و جز در آخرین سالهای عمر خود به این آرزو نرسید در این وقت است که او توانست آرزوی خود را بیان کند و آن هم با چه عظمتی وقتی که تم شادمانی برای نخستین بار ظاهر می شود، ارکستر ناگهان می ایستد. سکوتی غیر منتظر ایجاد می شود و همین سکوت به ورود آوازها که بلا فاصل فرا می رسند، حالتی مرموز و خدایی می بخشد. در واقع همچنین است، این تم و این آهنگ در حقیقت خدایی است. شادمانی از آسمان ها فرود می آید. با آرامشی فوق طبیعی توسعه می آبد و با دم ملایم و سبک خود رنجها را می نوازد و به هنگامی که در دل بیمار و دردمند می لغزد نخستین برخورد آن چنان لطیف و نرم است که به گفته یکی از دوستان بتاون انسان از دیدن چشم های شیرین او به گریه می آفتند. موقعی که تم شادمانی از سازها به آوازها منتقل می گردد ابتدا در صدای بم جلوه می کند که حالتی جدی و کمی شدید دارد کم کم شادمانی سراسر وجود را تسخیر می کند و همه چیز را فرا می گیرد به راستی این یک پیروزی بزرگ در جنگ با اندوه و درد است در اینجاست که وزنهای مارش و حالات سپاه هایی که در حرکت حرکتند با آوازهای سوزان و مقطع جلوه می کنند. مثل این است که در آنها آهنگ هیجان یافته تنفس خود بتوون شنیده می شود و فریادهای الهام یافته او که همچون شاه لیر در میان بادها و توفنها از دشتها و مزرعه ها می گذرد و سرمست آهنگ های جاودانی خود را می سراید در همه جا و همه چیز منعکس می شود به دنبال این شادمانی جنگ جویانه حالت وجد و انبساطی مذهبی و روحانی فرا می رسد. سپس مستی مقدس و فرح و انبساطی عاشقانه خود نمایی می کند. گویی جامعه بشری دستهای خود را به آسمان ها بلند می کنند. فریاد نیرومند اعتراض بر دردها و رنج های خود را سر می دهند به استقبال شادمانی می شتابند و آن را بر سینه دردمند خود می فشارند. بل و سبوکی وین که در این زمان هوادار روسینی و اپراهای ایتالیایی بود از این اثر عمیق و عظیم، لحظه ای متزلزل شد. زیرا عظمت آن را به خوبی نمی‌فهمید و درک نمی‌کرد. بتاون تحقیر شده و محزون تصمیم گرفت که به لندن برود و سمفونی نهم خود را در آنجا اجرا کند. اما یک بار دیگر مثل سال 1809 چند از اشراف وین که دوستان بتاون بودند از او خواهش کردند که وطن را ترک نگوید. اینها در نامه خود به بتوه نوشتند ما میدانیم که شما سرود مقدس تازهی ساخته اید که در آن احساساتی را که ایمان عمیق شما الهام کرده تشریح نموده اید و پرتو نور فوق طبیعی را که در روح بزرگ شما می در این سرود شنیده می شود همچنین می دانیم که بر تاج گلی که از سمفونی های بزرگ تشکیل می شود گل درخشان و جاودانی افسوده شده است قیبت هنری سالهای اخیر شما تمام کسانی را که همواره چشم امیدشان به شما بوده افسرده ساخته است همه با کمال اندوه در این فکر بودند که آن انسان نابغه و برتر از بشر خاموش مانده است در حالی که موسیقی میخواهد در سرزمین ما مستقر شود و در صدد آن است که آثار هنر را به فراموشی بسپارد آن اشراف در ادامه نامه خود می نویسند اکنون چشم ملت به سوی شماست و انتظار دارد که باز حیاتی تازه آغاز شود تاجهای افتخار به دست آید و برای نابودی روشهای ناپسند کنونی سلطنت حقیقت و زیبایی استوار گردد بگذارید امیدوار باشین که به زودی خواهیم دید آرزوی ما تحقق یافته است و بهار آینده می تواند از برکت نبوغ شما برای ما و برای تمام جهان دو چندان گل به بار آورد لحن پر احترام و پرستایش این نامه نشان می دهد که نه تنها قدرت هنر بلکه قدرت روحی و اخلاقی بتوان در میان طبقه ممتاز آلمان تا چه پایه بوده است؟ به خوبی دیده می شود که وقتی هواداران و ستایشگران به توون می خواهند نبوغ او را به ستایند نخواستین کلماتی که به نظرشان می رسد درباره علم یا هنر او نیست بلکه درباره ایمان و اعتقاد اوست نامه این اشراف به را به شدت متأثر ساخت به طوری که از مسافرت خود چشم پوشید و روز هفتم ماه 1824 سرود مذهبی مس در گام ره و سمفونی نهم برای نخستین بار در وین نواخته شد. موفقیت این آثار پیروزمندانه بود و حتی نتایج آشوبانگیزی به بار آورد زیرا وقتی بتوون به روی صحنه آمد مردم با پنج بار کف زدن او را استقبال و تحسین کردند در حالی که طبق تشریفات رسمی اتریش در مواقع ورود خاندان سلطنتی فقط سه بار کف می زدند. به همین جهت پلیس دخالت نمود و تظاهرات عمومی را قطع کرد. سمفونی با ذوق و شوقی عمیق استقبال شد بسیاری از شنوندگان گریستند خود بتاون در پایان کنسرت از شدت تأثیر بیهوش شده بود او را به منزل دوستش شیندلر بردند و بدون اینکه چیزی بخورد یا بیاش آمد در تمام طول شب و صبح بعد همچنان بیهوش بود با این همه پیروزی گذران بود و برای بتاون سمری به بار نیاورد کنسرت هیچ آیدی برای او نداشت و رنج مادی زندگانی او را تخفیف نداد. بیتهوون باز هم فقیر، بیمار و تنها بود اما پیروز و پیروز بر سبکی ها و بلحوثی های مردم پیروز بر مقدرات خود و پیروز بر رنج های خود این جمله از بیتوون است فدا کن همیشه زندگی بی ارزش را در راه هنر خود فدا کن خداوندا تو برتر از هر چیزی بدینسان بتهوون به آنچه در سراسر عمرش میخواست رسید و شادمانی را به چنگ آورد اما آیا میتوانست بر این قله مرتفع روحی که بر فراز تمام طوفان مستقر بماند افسوس که باز هم به اعماق اندوه قدیمی و معنوس خود سقوط میکند کوارتت هایی که آخرین آثارش هستند لبریز از تاریکی های شگفتنگیزی که از روحی تیره و قمزده حکایت دارند وجود این به نظر می رسد که پیروزی سمفونی نهم اثر افتخار آمیز خود را برای همیشه در بتهون باقی گذارده است بتوون در نامی که به تاریخ 17 هم سپتامبر 1821 به برادران اسکات ناشران آثار خود نوشته درباره آینده خود چنین می نویسد آپولون و موزها هنوز میخواهند که مرا به مرگ بسپارند زیرا من هنوز به آنها بسیار مدیونم پیش از عظیمت به سرزمین ارواح مقدس باید آنچه سروش روحانی در گوشم می سراید و الهام می کند به پایان برسانم و به جا بگذارم گمان می کنم که از این آهنگ ها هنوز چیزی نساختم او طرحهایی برای آینده خود ریخته است از جمله در طرح سمفونی دهم ده در طرحهایی که برای اودیسه و فاست گوته تهیه کرده و بالاخره در طرح مذهبی که بر اساس کتاب مقدس است همه جا به خوبی نمایان است که روح بتون و ذوق او مجذوب صفا و وسعت و قدرت هنری استادان قدیم آلمان چون باخ و هندل شده است و به علاوه به سوی افق تازه جنوبی به سوی سواحل نیلگون جنوب فرانسه و به سوی ایتالیا که آرزو داشت روزی به آنجاها برود متمایل شده است بتوون در یکی از دفترهای یادداشت خود که در کتابخانه برلین موجود است می نویسد جنوب فرانسه در آنجاست در آنجاست در جای دیگر خطاب به خود می گوید باید از اینجا رفت تنها به این ترتیب برای تو ممکن است که باز به قله شامخ هنر خود سعود کنی یک سمفونی و بعد از آن رفتن رفتن تابستان رو برای سفر کار کردن و بعد با چند هنرمند دیگر ایتالیا و سیسیل را پیمودن دکتر اشپیلر که در سال 1826 او را دیده است میگوید باز هم قیافش شادمان و جوان شده دورانی سخت بود با این حال ارتجاع سلطنتی در اتریش تمام ارواح آزاد را در فشار گذارده بود به طوری که دوستش به بتاون گفت سانسور مرا خفه کرده است و میکشد برای آزاد گفتن و آزاد فکر کردن باید رفت ولی هیچ قدرتی نبود که بتواند فکر بتاون را محدود کند و خاموش سازد یکی از دوستان شاعرش به بتاون می کلمات به زنجیر کشیده شدند اما خوشبختانه اسوات هنوز آزاد هستند در حقیقت به در آن وقت صدای آزاد و نیرومند خود بود او خود این حقیقت را میدانست و اغلب می گفت این وظیفه به عهده او گذارده شده که از راه هنرش برای بشریت بیچاره و بشریت آینده و برای خیر و خوبی بشر خدمت کند و روح شهامت را در او بدمد او را از خواب برانگیزد و بر رخوت ها و مستی هایش تازیانه زند بتوون به توون به می نویسد دوران ما به ارواح نیرومندی احتیاج دارد که این پلیدی ها و بیچارگی های روح بشری را به تازیانه ببندند دکتر مولر در سال 1827 می نویسد که بتاون همیشه عقاید خود را بر ضد دولت، بر ضد اشراف، حتی در مجامع عمومی آزادانه و بیپروا می گفت. پلیس هم از این موضوع با خبر می شد، اما انتقادات و جملات او همچون تخیلات بی آزاری تلقی می گشت. و مردی که نبوغ او درخشندگی فوقالعاده داشت آسوده می ماند. در سیاست نیز کمتر از این شهامت نداشت از عیوب و مفاسد دولت خود شجاعانه انتقاد می کرد مخصوصا تشکیلات فاسد دادگستری روابط ضد بشری آقایی و بردگی شکنجه های پلیس جریان ها و مقررات خسته کننده اداری اجبارهای دولتی که هر نوع ابتکار فردی را نابود می ساخت. امتیازات بی جای طبقه ممتاز فاسد که قسمت عمده هزینه دولت صرف آن می شد. از این قبیل فسادهای دولتی و اجتماعی همواره و مورد انتقاد و حمله شدید به بود به این ترتیب هیچ چیز قادر نبود که این قدرت رام نشدنی را به زانو درآورد حتی به نظر می رسد که او از درد و رنج هم برای خود بازی چهی ساخته آثار موسیقی که در این آخرین سالهای بتاون ساخته شدند و اینکه در موقعیت روحی سخت و دشواری به وجود آمدند اغلب حالتی استهزا آمیز یا نفرتی شجاعانه و شادمانه در خود دارند چهار ماه بیش از مرگش آخرین قطعی را که به پایان رساند آخرین بخش از یک کوارتت اپوس 130 بود که حالتی بسیار خوشحال و شادمان دارد در حقیقت این خوشحالی و شادمانی هم شبیه به خوشی و شادمانی عادی عموم مردم نیست. بلکه گاهی به صورت خندهی گرفته و خفه است و زمانی به شکل تبسمی تلخ و تأثیر است که از روی رنجها و دردهای در هم شکسته برمیخیزد بر صورت تفاوت نمی کند و هم وارفاته است و هرگز به مرگ اعتقادی ندارد. اما مرگ فرا می رسد. در زمستان 1826 به به هنگام مراجعت از سفری که ناگهانی و برای تأمین آینده برادرزادش پیش آمده سرما می خورد و به سین پهلو مبتلا می شود. او در وین بستری می شود. درباره آخرین بیماری بتوون مطالعات و مقالات بسیار منتشر شده. آخرین طبیب بتوون می بیماری بتوون دو جنبه داشت. یکی عوارز ریوی که ظاهرا پس از شش روز بهبود یافت روز هفتم احساس میکرد که حالش خوب است و میتواند برخیزد و راه برود بخوابد و بنویسد ولی بیماری دوم ناراحتی های همراه با اختلالات جریان خون بود دکتر می نویسد روز هشتم دیدم که به کلی دگرگون شده است بدنش کاملا زرد است یک حمله شدید اسهال و استفراغ نزدیک بود که شب پیش را بکشد از این لحظه تشنگی و استسقا در او شدت گرفت این تغییر حالات مسلما دلایل روحی داشته است که به خوبی معلوم نیستند پزشک او میگوید یک خشم شدید و درد عمیق که از احساس حق ناشناسی ناشی شده بود یا یک دشنام ناشایست باید این حالت را در او ایجاد کرده باشد به طوری که لرزان و مرتعش بر اثر شدت دردی که درون او را از هم میدراند به خود میپیچید و در هم خم شده بود بر سر توضیحاتی که در یادداشت‌های پزشک او به مانده است اکنون پزشکان اعتقاد دارند که بتوون به خونریزی ریوی بیماری کبد و تورم اعضای سفلای بدن مبتلا بود دوستانش در این موقع از او دور بودند برادرزاده را به جستجوی طبیب فرستاد ولی به قراری که میگویند این جوان لاوبالی مأموریت خود را فراموش کرد و فقط دو روز بعد به یادش آمد که مأمور چه کاری بوده است طبیب خیلی دیر رسید و به حال بتوون هم به خوبی رسیدگی نکرد جسم نیرومند و قوی بتوون مدت سه ماه با بیماری جنگید در سوم ژانویه 1827 بتوون برادر را که آنقدر دوست می داشت وارث رسمی خود قرار داد در این موقع دوستان عزیزش را هم از یاد نبرد در نامه ای به وکلر می چقدر میل دارم که با تو صحبت کنم ولی فوقلاده ضعیف هستم اکنون دیگر قادر به هیچ چیز نیستم اگر مساعدتهای های چند تن دوستان انگلیسی به نبود آخرین لحظات عمر او در تاریکی فقر سپری میشد. در این آخرین روزهای عمر اخلاقش نرم و شیرین و حسلش زیاد شده بود روز 17 فوریه 1827 در بستر مرگ خود پس از سه عمل جراحی که درباره او انجام شده بود و منتظر عمل چهارم بود با صفای بسیار چنین نوشت من صبر دارم و فکر می کنم هر چیز بدی چیزهای خوبی هم به همراه دارد برای بتون مرگ رهایی بخش تنها نیکی قابل انتظار بود که به قول خود او پایان کمدی به شمار می رفت و باید گفت که در واقع پایان تراژدی حیات او بود به هنگام یک طوفان و کولاک برف همراه با قرش یک سائقه به توون جان داد و دستی ناآشنا چشم او را فرو بست 26 مارس 1827 این شخص موسیقیدان جوان انسلم هوتن برنر بود برونینگ دوست به تومن درباره مرگ او می نویسد خدا را شکر باید خداوند را سپاس گذار بود که به این شهادت دردناک و طولانی پایان بخشید تشی جنازه بتوون به صورت یک تظاهرات عمومی و سوگواری ملی درآمد که عظمت و ابهت آن بی سابقه بود و پیش از آن چون این تظاهراتی مخصوصا از این جهت که این تظاهرات پردامنه و عظیم خود به خود و به میل عمومی مردم و بدون هیچ جبر و اکراهی به وجود آمده باشد در سراسر کشورهای آلمانی نظیر نداشت تمام نوشته ها و کتابها و اساسیه بتوون را در حراج به بهای 1575 فلورین فروختند. فهرست کتب که شامل 252 شماره نسخه خطی و کتب موسیقی بود به مبلغ 982 فلورین قیمت شد. تمام دفاتر مذاکرات و های روزانه او به مبلغ یک فلورین به فروش رفت. در میان کتاب های بتوفن کتب علمی و ادبی که نشانه های فکر روشن او و متجدد و پیشروی او بود دیده میشد و حتی پلیس مقداری از کتاب های او را که مخالف اشرافیت و رژیم سلطنتی اتریش و مذهب مسیح تشخیص میداد توقیف کرد بتوفن در سال 1802 تصمیم به خودکشی گرفت اما عواطف اخلاقی فوقالعاده و سستی ناپذیر او و قدرت هنر موسیقیش مانع او شد متن این نامه هنوز موجود است نامه هیلیگن شتاد برای برادرانم کارل و یوهان بتوفن شما ای مردمی که به من همچون شخصی بدخو دیوانه و متنفر از همه می نگرید و مرا انسان می انگارید. چقدر نسبت به من ظالم هستید شما علت پنهانی چیزی را که به نظر شما چنین می نماید نمی دانید. دل و جان من از دوران کودکی به احساسات شیرین نیکوکاری متمایل بود و همواره برای انجام فداکاری ها و اقدامات بزرگ آماده بودم. اما تنها به همین موضوع بیندیشید که از شش سال پیش گرفتار وضعی حولناک بودم و این وضع هم از طرف پزشکان نادان شدید تر شده است سال به سال با امید بهبودی فریب خوردم و عاقبت هم ناگزیرم که به رنج یک بیماری ممتد تن دردهم که اگر درمان آن غیر ممکن نباشد مسلما سالها به طول خواهد انجامید من که با طبعی آتشین و فعال به دنیا آمدم به تمام لزایز اجتماع علاقه داشتم اما باید خیلی زود و پیش از وقت خود را از مردم جدا می ساختم و به تنهایی زندگی می کردم آه که اگر هم میخواستم واقعیت را نادیده بگیرم با کمال سختی و تلخی به بیماری خود برمیخوردم برای مقدور نبود که به مردم بگویم بلند تر صحبت کنید فریاد بزنید من کر هستم آخر چگونه ممکن بود که ضعف یکی از حواس خود را بر همه فاش سازم حسی که میبایست در من خیلی قوی تر از دیگران باشد حسی که پیش از آن با کمال دقت و قدرت در اختیارم بود با چنان دقت و قدرتی که مسلما کمتر کسی از آن که شغل مرا داشتند و دارند به پای آن می رسیدند. آه که هرگز نمی توانم این ضعف خود را فاش کنم اگر می بینید منی که دور از همه زندگی می کنم گاه می خواهم که به جمع شما بپیوندم مرا ببخشید ظاهرا بدبختی من مرا نمی شناسد و به همین جهت است که مرا بیشتر می آذارد. من از نعمت آسایش در میان اجتماع از لذت صحبت های زریف و دلنگیز و از تبادل متقابل احساسات محروم شدم تنها کاملا تنها ماندم جرأت ندارم که جز برای احتیاجات بسیار ضروری خود به میان مردم بیایم باید مثل یک تبعیدی دور از مردم زندگی کنم وقتی که به اجتماعی نزدیک می شوم قبل از این مرا فرا می گیرد شاید از این می ترسم که همه کس از بیماری من مطلع شود به این دلیل است که اکنون شش ماه است اجبارا در یه ایلاق هستم طبیب دانشمندم دستور داده که حتی المقدور مراقب شنوایی خود باشم و گفته است که از امیال خود جلوگیری کنم اما میل به شرکت در اجتماعات بارها ما را در خود گرفته است و به اجتماع کشیده شدم ولی چقدر خود را حقیر می دیدم وقتی متوجه می شدم کسی که در نزدیکی من است صدای نیلبکی را که از دور می آید می شنود و من هیچ نمی شنوم یا او ترانه چوپانی را که آواز می خواند می شنود و من باز هم هیچ نمی شنوم چون این تجربه هایی مرا به کلی نامید می ساخت و چیزی نمانده بود که به عمرم خاتمه دهم هنر تنها هنر بود که مرا حفظ کرد برایم غیر ممکن بود که پیش از انجام آنچه حس می کردم به عهده دارم جهان را ترک گویم و به این ترتیب این حیات آمیخته با تیر بختی ادامه یافت به زندگی برایم رنج آلوده است آن هم با این بدن حساس که به کوچکترین تغییر مرا از بهترین حالات به بدترین حال می چیزی بردباری چیزیستی به من توصیه می کنند و اوست که اکنون باید راهنمای من باشد من بردبارم حوصله دارم و امیدوارم ارادم تا آن لحظه که خدایان بخواهند رشته حیات مرا قطع کنند پایدار بماند شاید حالم بهتر شود شاید هم نشود به هر صورت آمادم که با مقدرات خود روبرو شوم آسان نیست که انسان در 28 سالگی فیل فیلسوف شود و مخصوصاً این کار برای یک هنرمند خیلی دشوارتر است تا برای دیگران خداوندا تو از مقام اعلای خود به اعماق دلم نفوذ داری و آن را شناسی تو میدانی که علاقه به مردم و میل به نیکوکاری در آن انباشته است ای مردم اگر روزی این نوشته را بخوانید فکر کنید که نسبت به من ظالم بودید و ناروا حکم گردید تیر بختان نیز تسلی یابند از اینکه میبینند تیر بختی چون آنها با وجود تمام موانع طبیعت آنچه توانست کرده تا در صفحه هنرمندان و برگزیدگان قرار گیرد شما برادران من کارل و یوهان وقتی من مردم اگر پروفسور شمیت هنوز زنده بود به نام من از او بخواهید که شرح بیماری مرا بنویسد و این نامه را هم به شرح زندگی من بیافزایید تا پس از مرگم تا آنجا که مقدور است دنیا با من آشتی کند در زم شما دو نفر را وارث دارایی مختصر خود اگر بتوان آن را دارایی نامید قرار میدهم آن را عادلانه قسمت کنید هموار پشتیبان هم و کمک یکدیگر باشید به خوبی می دانید که مدت هاست آنچه به من کرده اید بخشیدم و از تو کارل برادر عزیزم مخصوصا برای توجهی که در این اواخر نسبت به من نشان می سپاسگزارم. سپاس گذارم آرزویم این است که زندگی شما خوشبختتر و بیغم از من باشد تقوا را به فرزندان خود توصیه کنید تنها تقواست که می تواند مایه خوشبختی باشد نه پول تقواست که مرا در میان فقر و تیر بختی حفظ کرد و اگر با خودکشی به حیات خود خاتمه ندادم عمرم را مدیون تقوا و هنرم هستم خدا حافظ یک دیگر را دوست بدارید از تمام دوستانم سپاس گذارم مخصوصا از پرنس لیشنوفسکی و از پروفسور شمیت امیدوارم اسباب های موسیقی پرنس لیشنوفسکی پیش یکی از شما محفوظ بماند و البته موضوع اختلاف میان شما نشود اگر تصور میکنید که پول ممکن است بیشتر مورد استفاده شما باشد آنها را بفروشید چقدر خوشبخت خواهم بود اگر بتوانم حتی از درون گور خود هم خدمتی برای شما انجام دهم اگر چنین می بود بال گشاده به استقبال مرگ میرفتم اگر مرگ پیش از آن که بتوانم لیاقت های هنری خود را به کمال برسانم فرار سد با وجود سرنوشت دشواری که دارم خیلی برایم زود و بی موقع خواهد بود و آرزو خواهم کرد که به تأخیر افتد ولی در چنین صورتی هم راضی هستم مگر نه این است که مرگ مرا از چنگال شکنجه ای بی پایان نجات میبخشد، ای مرگ هر وقت می خواهی بیا من با شهامت به استقبال تو خواهم شتافت خدا نگهدار پس از مرگ مرا به کلی از یاد نبرید شایسته آن هستم که پس از مرگم به فکرم باشید زیرا در حیات خود بسیار به فکر شما و خوشبخت ساختن شما بودم خوشبخت باشید لودویگ مادم موقع عظیمت از هایلگنشتاد این چند سطر را اضافه کرده است. هایلگنشتاد دهم اکتبر 1802 به این ترتیب و با کمال اندوه از تو جدا شدم. آری، امید عزیزی که با خود به اینجا آوردم و فکر اینکه بهبود میابم و مختصری به کلی رهایم کرده است. به دانگونه که برگ های پاییزی میفتند و میخوشگند. امید من نیز خوشگیده است. تقریبا به همان حالی که آمدم باز می گردم. حتی شهامت عظیمی که در روزهای زیبای تابستان داشتم نابود شده است آه خداوندا یک بار یک روز شادمانی خالص را به من بنما اکنون مدت هاست که انعکاس عمیق شادمانی واقعی با من بیگانه است آه چه وقت چه وقت آخر خدایا می توانم باز انعکاس مقدس شادمانی را در معبد طبیعت و بشر احساس کنم هرگز نه نه این بسیار بی‌رهمانه است